بینندگان عزیز با سلام به شما، برنامه امروز رو شروع میکنیم. جمعه 17 شهریور 1396. راسته 17 شهریور چه اتفاقی افتاد؟ فکر کنیم یه میدونی هم به این نام داریم در ایران، در تهران. متاسفانه هر روز که میگذره پیرتر میشیم، یادمون میره تاریخ. بدبختی اینجاست که تاریخ ما همش دردسر و بدبختی و مکافات بوده. و اجازه بدید که من این را هم اینجا درست کنم و این یکی هم برای شما بنویسم که شما هم میتونید اینجا برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم. و امروز یه اتفاق جالب افتاد. یک خانمی با من تماس گرفت و گفت که من یه بار میخواستم تو برنامه شما باشم، ولی دیدم که آمدید و یکم عصبانی و یکی گفتید که پولتون رو نداده. من ترسیدم، گفتم که ترس نداره، مگه شما میخواستین پولمون رو ندید؟ اولا که قرار بود شما مهمون برنامه ما باشید، پس ماجرای پولی در میون نبوده. ولی من یه مثال برای شما بزنم. اگه شما رفتید توی فروشگاه بقالی، دیدید که طرف یه چک بزرگ زده اینجا که این سوربی آمده از من 200 دلار گوشت و نمیدونم سبزیجات و نون و اینها خریده و پولو نداده، آیا شما به خودتون میگید که این بقالی بی انصافیه، یا میگید سوربی آدم بدی بوده؟ و به خاطر اینکه سوربی اینجا چک بد داده و این چکش نشون داده، شما دیگه اونجا خرید نمی کنید؟ این آقای مشحسن یادمه روی میز اونجایی که شما میخواستی پول بدیدم صندوق چیزاتو ورداری، چکای بد مردم رو گذاشته بود. و این یه روش خوبه، اگه میخوای آبرود نره، آبرودو نگه دار. در اصل به این دوستم گفتم که شما از من نمیخواد بترسی، میگن از او نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره. من که هرچی که اینجا هست و اینجا هست از اینجا به شما منتقل میکنم. از اونی بترس که تو دلش و توی مغزش دشمنته، ولی با زبانش شما رو خام میکنه، به شما دروغ میگه. و همیشه ما معمولا از اونایی که به صورت دوست میان جلو ضربه میخوریم، ولی اونی که دشمنه حسابمون میدونیم باهاش باید چجوری باشه. در اصل ممنون، متشکرم. اگر یه وقتی این خانم خواست به اصطلاح برنامه داشته باشه یا مهمان برنامه باشه، اون دعوت ما هنوز پا برجاست. شعر پیج یومنی چشم اینجا می‌نویسیم: سوربی با مردم، ای کاش که فیسبوک یک برنامه میذاشت که به من میگفت که میتونی هر برنامه رو که اینجا پخش میکنی اتوماتیک وار روی مردم تیوی هم، صفحه مردم تیوی هم بذارید. قبل از برنامه خودم با 3 نفر از به اصطلاح افرادی که در رابطه با مجاهدین بودن صحبت کردم. خانم نرگس بهشتی از ایران، آقای منوچهر عبدی که به تازگی از سازمان مجاهدین جدا شده و فکر کنم اولین کسی هست که در آلبانی جدا شده و بالاخره این جرأت و شهامت رو پیدا کرده که بیاد و شرح حال خودش رو به دیگران هم بگه. بهشون خوش آمد میگم، منتظر افراد بعدی هم هستیم. و نفر سوم آقای محمد کرمی بود که شما ایشون رو میشناسید، سالهای سال هست که اینجا میان و برنامه دارن و با شما صحبت میکنن. و شما هم اگر صحبتی، نظری دارید در رابطه با صحبتای ایشون و دیگران، میتونید باشون تماس بگیرید، از تلویزیون مردم استفاده کنید، شما هم نظر خودتون رو بگید. حتی اگر سازمان مجاهد یا هوادار مجاهد هستید، این آقای غلام ترشیزی شاهده که من بارها بهش گفتم آقا اونا هفته 2 ساعت میان، شما اگر حساب و ریاضیات بلد باشی هر روز 24 ساعت، هر هفته هم 7 روز ضرب کنید، جمع کنید، ببینید اینا چند ساعت برنامه دارن، باقیشو شما میتونید داشته باشید. در صورت این از این. و اما اجازه بدید من به خاطر روز چهارشنبه یه عذرخواهی کنم از پتیک و از دیگر دوستانی که احتمالاً پیام‌هاشون و نوشته‌هاشون رو با وجودی که افتادم در برنامه صحبت میکنم این کار رو انجام ندادم. یک اشکالی به وجود آمده بود، یه سری از چیزایی رو که من توی فولدر گذاشته بودم، توی پوشه گذاشته بودم برای روز چهارشنبه، چهارشنبه نمیتونستم بهش دسترسی پیدا کنم. حالا یاد گرفتم از اون روز که 2-3 جای مختلف به اصطلاح به قول آمریکایی‌ها همه تخم مرغ‌ها رو توی سبد نذاریم. و
ماجرای پتیک این بود که وقتی ما روز جمعه هفته گذشته با آقای چمنارا صحبت کردیم، آقای پتیک آمد و یک نوشته ای رو نوشته که اگه امروز بتونم پیداش کنم براتون میخونم. و ایشون میگفت که آقای چمنارا قبلن که من صحبت کردم درباره آبهای زیرزمینی و آبهای ایران، ایشون گفته من مهندس برقم و حالا تعجب میکنم که ایشون در رابطه با آب ایران صحبت میکنه و ایشون گویا آقای پتیک با آقای چمنارا گفته بود خب اینجوری میشه شترمرغ، شما هر وقت بخوای صحبت میکنی، هر وقت نخوای نمیکنی. گفتم دوست عزیز، بهترین نمونه شما برنامه جمعه ایشون رو نگاه کن. این یه برنامه بود که من از ایشون دعوت کردم، گفتم بیا. اولا به اشتباه آقای چمنارا میگه آقای سوربی شما که از فردوسی بدتون میاد. گفتم آقا من کی بدم میاد؟ اون بنده خدا هزار سال پیش مرده، من باید دیوانه باشم تا از یه مرده ای بدم بیاد؟ ولی شما میتونید از یه کسی انتقاد کنید، از یه کسی خوبی بگید و این حق هر کسی. و بحث من با فردوسی نیست، بحث من با شما آقای چمنارا با دیگران هست، با دکتر کیانزاد، با دکتر ببخشید کوفت و زهرمار، که اینا آمدن شاهنامه رو به جای تاریخ، کتاب تاریخ، و اونم ما خودمون میدونیم تازه کتابای تاریخی که موجوده تاریخ رو همیشه فاتحان نوشتن، پول دادن به یک کسی نمیدونم هرودوت بوده، اون یکی مفتخور دیگه بوده، همراهشون سفر میکرده، اینا هم هی پول میدادن، اون هر جا این یه تیر میزده تیره میخورده به درخت، این میگفته یه تیر زد 10 نفر دشمن رو کشت، و هر وقتی دشمن اینا رو چیز میکرد خفه خون میگرفت و صداش در نمیاد. در هر صورت ممنونم از پتیک عزیز. و آقای حسن ارشاد هفته قبل برنامهشون تکراری بود، این هفته برنامه جدیدشون 145 هفته است که ایشون برنامه با ما داره، یکی چند هفته هم برنامه‌های تکراری نشون دادن، میشه گفت 150 هفته، تقریبا 3 سال هست که ایشون مداوم این برنامه‌ها رو میذاره. جالبه میدونید که من اون روزم تبریک گفتم به دوستان بهایی به خاطر 200مین سال تولد باب و بهاولا، که من نمیدونم هر دوی اینها در یک روز دنیا اومدن، چون اگه در یک روز دنیا نیومده باشن یا شاید در یک سال دنیا اومدن، در هر صورت. بعد ایشون نوشته که هشدار به بیت العدل و تشکیلات بهایی در ایران جهت تبلیغات هجومی علیه مسلمانان به بهانه 200مین سالگرد میلاد باب و بهاءالله. این برنامه رو ساعت 4 بعد از برنامه من خواهید دید، نظراتتون رو میتونید هم روی یوتیوب هم روی فیسبوک، ایشون هم روی تلگرام خیلی فعال هست، بنویسید و با ایشون در تماس باشید. ضمناً ساعت 3 بعد از ظهر قرار است با یه شخصی صحبت کنم که اجازه بدید حالا هیچ چیزی من نگم و خود ایشون که آمد خودش رو معرفی کرد، من به ایشون گفتم یک صحبت دوستانه با هم داشته باشیم، چون این آقا هم یکی از اون افرادی بود که قبلا فکر میکرد که رضا پهلوی به اصطلاح به دنبال پادشاهی و اینها هست، حالا به ایشون ثابت شده که نخیر، رضا پهلوی یه شخصی هست که حتی خودش هم الان با بالای 50 سال 55 سال فکر کنم عمرش هست، هنوز نمیدونه میخواد چه کار کنه، تازه داره دنبال شغل میگرده. این از این. و اما در آمریکا طوفان یکی پس از دیگری، یعنی اگر بخوایم یک کمی ما هم خرافاتی باشیم باید طوفان‌های سال‌های گذشته رو فراموش کنیم و بگیم از موقعی که این ترامپ آمد که خود اینم مثل یه طوفان بود، چپ و راست داره طوفان میاد. البته اگه حقیقت جو و حقیقت گو و منطقی باشیم، همیشه توی این فصل، فصل آخر سپتامبر و به اصطلاح سپتامبر رو اینها طوفان میاد، حالا این دلیلش من نمیدونم، هواشناسی اینها بلد نیستم، ولی خوب و بد کم و زیاد داره. طوفان میاد وسط دریا رد میشه میره که ما متوجه نمیشیم، طوفان میاد به یه شهری میزنه، همین الان که من با شما صحبت میکنم طوفانی با سرعت 185 مایل پر آور، 185 مایل در ساعت به اصطلاح داره میاد به طرف آمریکا و میگن روز یک شنبه احیانا یا دوشنبه میرسه به فلوریدا. یه دوستی گفت آقای سوربی من و شما که ریاضی بلدیم، این فاصله مثلا کوبا به آمریکا به فلوریدا 90 مایله،
چجوری اینا میگن دو روز دیگه میرسه؟ بهش گفتم آها این اشتباه رو من اون وقتا میکردم، وقتی که میگو یه طوفانی با سرعت 100 مایل، فکر میکردم این مثل ماشین سوار شده داره توی این مسیر میاد، خب یه ساعت دیگه میرسه اینجا. دوستان دو سه تا سرعته، یکی طوفان سرعت چرخشش رو در نظر میگیرن، یعنی ممکنه 180 مایل در ساعت سرعت باد وزیدنش باشه ولی همونجا ثابت وایساده باشه. یکی دیگه سرعت حرکتش هست و جهت حرکتش. اینا حتی از جهت حرکتش خبر نداشتن، میگفتن هی داره عوض میشه. سیستمای اروپایی نشون میده میاد میره به طرف تگزاس و اینها، دوباره سیستمای آمریکایی نشون میده که میاد از بغل فلوریدا رد میشه میاد بالا نورث کارولینا و میره به ما. کجا هستیم؟ یک اقیانوس آرام داریم، یک اقیانوس اطلس داریم. اقیانوس آرام دوستان کالیفرنیایی فکر کنم پاسیفیک کنارش نشستن، فکر کنم این اتلانتیک که ما هستیم همون اطلس و اینها باشه. در اصل نمیدونم جغرافیایی، جغرافیا بیق، تاریخ بیق، یه دو تا رشته بلد بودیم، فیزیک یکم ریاضی، و رشته اصلیمون هم که برق، مواظب باشید برق نگیرد. خب نوشته های پتیک رو گفتم، حقی از آقای چمنارا به اصطلاح ضایع نشده باشه، اجازه بدید نوشته ایشون رو هم براتون باز کنم یا نشون بدم، چون با آقای چمنارا هم گفتم که براش نوشتم که این دوستان، هم دوستمون که پیام فرستاده بود گفته بود که آقای چمنارا چنین و چنان، و هم پتیک. آقای چمنارا هم یک نوشته ای رو زیر نوشته ما گذاشت که متاسفانه الان پیداش نمی کنم، الا من دیگه پیر شدم دست از سرم ورده. بذارید ببینم آقای سوربی این را برا، آها اینجاست، پیدا شد. این برنامه را چون برایم فرستادی و اینجوری، ماشاءالله همه هم طولانی می نویسن، به همین خاطر وقتی ما بازش میکنیم از شکلی که باید به شما نشون بدیم اینجا میره بیرون و به صورت خیلی درازی اینجا به اصطلاح نمودار میشه، که حالا امیدوارم توی صفحه های کامپیوترتون و اینها شما بتونید ببینید. یا بذارید من دو قسمت که این اول این چرا اینجوری میکنه؟ Select Area، بله اینجا، از اینجا تا به اینجا میبینید توی کامرای دو ایشون دو تا پیام گذاشته، یکیش بالا نوشتن آی سوربی این برنامه را چون برایم فرستادید آن را فست فوروارد نگاه کردم. آقای چمنارا، یکی از اشکالای بزرگ شما همینه که فست فوروارد نگاه میکنید. ویدیویی رو که من میفرستم راجع به دولت آمریکا و دولت سایه و دولت پنهان و اینها هست، شما میگید من فست فوروارد کردم و چیزی متوجه نمیشید. ویدیوی خودم رو که براتون میفرستم شما میگید فست فوروارد کردم، احتمالاً هر جا صدای این میشه همون طرف گفت اگه یکی اسم بنویسه لا اله، این شما فقط لا الهشو میشنوی و سر طرف رو میبری، الا اللهشو گوش نمیدی. اگر شما میخوای فست فوروارد هم بشنوی میتونی با سرعت فست هم روی یوتیوب هم روی ویدیوهایی که دارید روی میدیا پلیر به اصطلاح داشته باشید. من حالا چون دوست دارم که این چیزها رو به شما بگم، شما هم هر وقت ازش استفاده کردید اگه منم مرده باشم بگید یادش بخیر اینو سوربی یاد من داد، این دوتا رو من بهتون نشون میدم. بذارید اینجا بنویسم فست فوروارد، یعنی با سرعت زدم جلو. خب زدی جلو یه چیزاشو نمیشنوی، ولی من خودم چون برنامه های ایرانی آهسته صحبت میکنم، من اینا رو با سرعت 1.5 2.5 گوش میدم و چیزی رو میس نمی کنم. شما هم از امروز لطف کن آقای چمنارا این کار رو انجام بده. حالا چون اسم آقای چمنارا است، اجازه بدید من این قسمت بالا رو بزرگتر برای شما نشون بدم و با هم بخونیم. من نمیفهمم این چرا اینجوری میکنه امروز. این select area، بله از اینجا تا به اینجا، بله این ببینید نوشته که 23 ساعت قبل. آقای چمنارا، شما همین امانتداری ما، همین که شما میای به من و به دیگران میگی روزخون ولی برات پخش میکنین،
شما این رو پیشه خودت قرار بده، با دیگران مثل ما رفتار کن. آقای سوربی، این برنامه را چون برایم فرستادید آن را فست فوروارد نگاه کردم و در آن قسمتی که شما در مورد رستم فرخزاد بیاناتی فرمودید و در نیمه آن آقای بدون چهره و بدون نام و نشان در مورد قانون اساسی مطالبی سرهم کرده و با بیان خوش روزه شیوایی خواندند، اینجا جواب میدهم. دوستان، شما از این جمله طولانی چیزی فهمیدید؟ چون ایشون فست فوروارد نگاه کرده، حالا میخواد دو تا مطلب بزرگ، یکی راجع به داستانهای شاهنامه و داستان جنگ ایران و اسلام رو ست دقیقتا، و یکی هم صحبتی که این دوستمون کرده راجع به قانون اساسی یه جا جواب بده. اینم یکی دیگه از اشکالهای شماست. شما اگه یکی یکی بنویسید، اون ترابل شوتینگ یادتون باشه. دوستان، برنامه‌های ایرانی رو نگاه کنید، از امروز ببینید. طرف میاد، یه نفر میاد از این سوال میکنه، دو تا سه تا سوال میکنه، بعد میگه اوکی من از سوال آخری پاسخ میدم. این غلط، این غلط. بعد سوال آخری رو که جواب میده، بعد میگه حالا اون دو تا جواب شما چی بود؟ اینا رو باید بندازیم دور، اینا دیگه مردن، اینا دیگه وجود خارجی ندارن. مصاحبه کننده و مصاحبه شونده اونیه که اگه یک کسی زنگ زد گفت من دو تا سوال دارم، این بنویسه یک. سوال اول، شما کی هستید؟ سوال یک، من کی هستم. سوال دوم، شما چرا امروز اینجا هستید؟ شما چرا امروز اینجا هستید؟ نباید بگم من از سوال دوم جواب میدم، باید بهش بگم که من سوربی هستم، دلیلی که اینجا هستم میخوام حرف خودم رو بزنم، نظر خودم رو بگم، و یک اینجا میگن پلتفرم، یک سکوی ایجاد کردم که شما هم بتونید حرف خودتون رو بزنید. دیگه از این دوتا ساده تر جواب دادن کاری میشد کرد. آقای چمنارا، شما یه اسم رستم فرخزاد شنیدی؟ حمله کردی ما؟ یک خانمی یه چیزی نوشته بود به نام ماندانا، بعدن من رفتم یه چیزی برای ایشون فرستادم، ایشون گفت اینجوری بابا ربع ساعت دو ساعت فیلم هندی ما اینجا پخش میکنیم، شما اما اول میاد میگید این عاشق اون شد با اون فرار کرد، اینجوری که نمیشه که. شما فیلم ها رو اینا میگن اسپویل، خراب میکنی. و یادتون باشه یک جایی میرید توی مهمونی راجع به یک سریالی صحبت میکنید، من خیلی وقتا دیدم طرف میگه آقا سریال گمشدگان رو نگاه کردی؟ میگه نه، از هفته پیش باهاش آشنا شدم دارم نگاه میکنم. میگه آره خیلی خوبه، آخرش هم فلانی اینجوری میشه. گند زدی به برنامه طرف. حالا برگردیم به آقای چمنارا. اولا اسم رستم در تاریخ ما زیاد بوده، حتی رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد. حالا ببینید آقای چمنارا میخواد راجع به رستم دستان که همون رستم داستان هست و رستم فرخزاد صحبت کنه، ما رو چسبونده با آقای رستم قاسمی که اصلا ما نمیخوام قیافه نسلشو ببینیم. یا فکر کنید همون وزیر نفتی که به اینا میگفت بیاین من داراییمو باهاتون عوض میکنم، مثل که آدم خوبیه، نمیشناسمش. ببخشید من از این آقای رستم قاسمی باید عذرخواهی کنم. دلیلش آقای چمنارا، شما اینا رو میاری، ما هم عصبانی هستیم، میپریم به این و اون، با اون خانمه میگه من اصلا ترسیدم برنامه شما. نه ترس، شما از اونایی بترس که بهت میگه کد بانو، ولی پشت سرت فوش میده، تو مهمونی ها میگه این پتیاره فلان بیسار، از اونها بترس. از منی که بهت میگم کاکو چطوری اصلا نترس. اولا اسم خوب، بله نفت احمدی نژاد بوده و ربطی به رستم دستان نداره. مگه ما ربطش دادیم؟ شما داری اینجا سفسطه میکنی. رستم فرخزاد فرمانده سپاه، ببینید دوستان، رستم فرخزاد فرمانده سپاه یزدگرد بوده و اگر شما صفحه 354 کتاب شاهنامه مرا یکی دو صفحه زحمت کشیده و خوانده بودید، دیگر چنان حرفهای نامربوطی نمیزدید. چشم. صفحه چند دوستان؟ 354 کتاب ایشون. 331 331 345 یا 54، اجازه بدید 350 الان سر 350 منو نگاه کن دوستان، کاغذ کارتم گذاشتم که بدونم کدوم صفحه هست. حالا باز دنبالش میگردم. اوکی، خب
خب ما میایم این صفحه رو میخونیم. چی نوشتید شما؟ نوشتید ز جهرم فرخزاد را خواندند، بران تخت شاهیش بنشاندند. فرخزاد گفت من فرزند شاهنشاهان هستم و جز ایمنی در جهان چیز دیگری را نمیخواهم. چون یک ماه از پادشاهی او گذشت، بنده‌ای در می او زهر ریخت و او خورد و یک هفته بعد مرد. خب این چی؟ من اگه اینو خونده بودم مشکل دنیا حل میشد، مشکل رستم فرخزاد و مشکل این چیزا حل میشد. آقا این نیست، اینجوری نمیتونید شما به این اون جواب بدید. اینجوری شما میشی آقای حقا. سوربی ازش میپرسه آقا شما تو چه رشته ای دکترا گرفتید، در چه سالی، از کدوم دانشگاه؟ میگه برو 28 ساعت برنامه من با این چیز عقب افتاده، شمیرانی بدبخت عقب افتاده، که یه دفعه بهش گفتم آقا هم تو جوونی، هم هیکل خوبی داری، هم صدای خوبی داری، چرا خودت کردید بچه مرشد این مرد که سکویی و بعدم اون دیوانه اینها، برو برای خودت. ولی دیدم اصلا این احمقه. در هر صورت اینجوری شما نباید جواب بدی، شما باید بیای بگی اون دوستمون که از خلیج فارس، اون آقا به دلیلی که برای من قانع کننده بوده که بهش اجازه میدم بدون عکس و بدون نمیدونم ویدیو بیاد صحبت کنه، فعلا میگیمش یه دوستی از خلیج فارس. شما هم اگه بگی اون دوستمون از خلیج فارس اینجا که گفت قانون اساسی چنین و چنان، حرفش هست دیگه، مردم قضاوت میکنن. چرا به طرف میگی روزه؟ چرا به طرف میگی آخوند؟ آقا این آخوندار دست کم نگیرید، روزه خوندن خیلی هنر میخواد. حالا همین قسمت رو ببرید بذارید یا فست فوروارد کنید، روزه خوندن اینا پدرسوخت بازی رو سالها رفتن توی این حوزه های علمیه قم و اینور اونور، از موقعی که طلبه بودن تو سر هم زدن و همشون موفق نمیشن. شما فکر نکنید اونجا کارخونه آخوندسازیه، خیلی باید پدرسوخته باشی تا اون چیز شیطنت رو بهت بذارن رو سرت، بگن به درجه شیطنت شما نائل آمدید. شما اگه میتونستی مثل یک آخوند از چیزی که وجود نداره صحبت کنی، به مردم بفروشیش، موفق بودی. دیدید خمینی یه نفر آدم نه سمینار گذاشت، نه وبینار گذاشت، نه کمیسیون گذاشت، نه نمیدونم گرد همایی گذاشت. این خانم اختر قاسمیه که نوشته بود 29 سالگرد شهدا. میگم آقا روانشون شاد، ولی شماها خجالت نمیکشین؟ هی جمع میشین برای این بیچارا ذکر مصیبت و فکر کنم اصلا روح اونا از شما شاکی هستن که شماها اسم ما و عکس ما رو کردید مسمسک که دور هم جمع بشید، شرابی بنوشید، چایی بنوشید و امروزتون هم بگذره. همتون هم دارید تو اروپا حقوقای چیزو میگیرین، سوشالو یا علی مدد. خب باز برگردیم به این آقای چمنارا. بله نوشتن که اولا اسم رستم در تاریخ ما زیاد و فلان اینها، شما صفحه 354 رو خوندیم، این آقا اومد یه ما بعد فوت شد رفت، این فرخزاد جهرم، دیگر چنان حرفای نامربوطی نمیزنید. ببینید توهین، آقا هر چیزی مربوطه، اگه شما گفتی نامربوط، بعدن اگه یه جایی قدرت گرفتید شما میگید اینا گناه، این حرف گفتید گناهه، طرف اعدام میشه. اتفاقا اون دوستمون از خلیج فارس نوشته که آقای سوربی دقت کن، این آقای چمنارا امروز نه قدرتی داره نه مقامی داره، چجوری به من و به دیگران بی احترامی میکنه. و راست میگه، شما این کار رو کردیم. و اما درباره چرندیات آن شخص نامشخص که معلوم نیست از کجا آمده، بهتر نبود به جای چرندیات آن شخص نامشخص، شخصیه که مشخص از خلیج فارس به دلایلی ما نمیتونیم اسمش رو بگیم، به جای بگی چرندیات بگی آقا اون قسمتی که این آقا گفت یک نفره قانون اساسی فایده نداره، اگه فایده داشت هزار تا قانون اساسی توی این کتابخونه ها هست، هر یه نفری میرو یکیشو برمی‌داشت یک کشور آزاد میکرد. این چه رسم نوشتنه آقای چمنارا دوست عزیز؟ بله به ایشان بفرمایید، من به هیچ کس نمیفرمایم، من خدمتشون میگم همانطوری که خودش اعتراف کرده و گفت باید برنامه‌ای داشت. خب بله شما هستین که برنامه ندارید. پس دوستان ببینید اون دوست تنها گناه کبیره‌ای که کرده
این بوده که گفته آقا اینجوری نمیشه، باید برنامه داشت. خب این کجاش غلط بوده؟ حالا ایشون میگه برنامه از این قرار است. حالا برنامه آقای چمنارا رو دوستان با هم میخونیم. برای اجرای قانون اساسی باید اول هویت از دست رفته مردم با زنده کردن آن ارکان هویت که عرض کرده هم جامعه را آماده کرد. شما جمله رو ببینید دوستان، من فارسیم بد، البته خب آقای چمنارام رشتهش فنی بوده، اونم میشه بگیم فارسیش بد. فقط جمله رو یه بار دیگه براتون میخونم. برای اجرای قانون اساسی باید اول هویت از دست رفته مردم با زنده کردن آن ارکان هویت که عرض کرده ام جامعه را آماده کرد. آقا شما بیا به من بگو ما ایرانی ها هویت چه سالی داشتیم؟ چه سالی؟ حرفیه که من به ترامپ احمق میزنم. تویی که رفتی جمله ریگان رو که گفت من میخوام آمریکا رو دوباره این به کلمه دوباره خیلی دقت کنی، دوباره عالی کنم، یعنی امروز عالی نیست، در یک زمانی عالی بوده، که دروغ محض. هیچ کس از ریگان نپرسید پدر سوخته، شالاتن، هنرپیشه هالیوود، چه زمانی منظورته؟ اولی که اومدید اینجا که سرخپوستا بهتون خوراک دادن شما کشتین شد، بعدش که اومدید اینجا انگلستانی که بهتون به اصطلاح سیستم داده بود بر علیه خودش انقلاب کردید، حکومت رو جمهوری کردید، بعدش که جنگای داخلی شد چه؟ هیچ کس سوال نمیکنه. آقای چمنارا بنویس، قلم و کاغذ رو بردار، منظور شما از این هویت از دست رفته چیه؟ کی؟ چه هویتی داشتیم؟ شما بیا بگو آقا زمان کوروش، میگم همون هویتی که برادر برادرشو میکشت، همون هویتی که این خانواده پادشاه تو همدیگه ازدواج میکردن، حتی با مادر خودش، با قاهر خودش، که یه وقت خونش کثیف نشه، اینو میگی شما؟ تا مردم بدونن. اینجوری ویک صحبت نکن، باز و گشاد و وله ولنگار صحبت نکن، آدرس که میدی آدرس درست بده. گفتم براتون یکی از دوستان ما میخواست ازدواج کنه، فامیلاشون تهران بودن، معرفی کرده بودن اینها، بعد اومد ما گفت که من دارم میرم تهران و همتون دعوتید، همتون مثلا 8 نفر بودیم توی باقی نشسته بودیم، گفت که همتون دعوتید. گفتیم خب کجا؟ گفت تو تهران هر کی ازدواج میکنه بعد میرن میدون شهیاد. گفتیم پس ما از صبح بریم میدون شهیاد وایسیم؟ شما ازدواج که کردی اونجایی که میای بوق میزنی مردم فرش خار مادر میدن، اونجا ما شما رو ببینیم؟ بعد ما چیکار کنیم؟ ما بدوین دنبال ماشین شما؟ این شد دعوت؟ این دعوت دوست ما 40 سال پیش این دعوت شماست آقای چمنارا. ما اول باید بیان هویت از دست رفته. آقا توی یک کلمه بگو من هویت از دست رفته سال فلانه میگم، تو من اون هویت رو برات با تاریخ بیارم بیرون. خب ببینیم این دوستمون چی نوشته. اجازه بدین چون تو این صفحه فیسبوک هستم بذارید من همینجا بمونم، این دوستانم میان مینویسن، ما هم هی میگیم که نمیخونیم نوشته های فیسبوک رو بعد از برنامه، بعد باز زیر قول خودمون میزنیم و مجبور میشیم که بگیم و بخونیم و اینها. بله بذارید ببینم، 26 دقیقه قبل نمیدونم چرا نوشته شما اینجا نیست، احتمالاً زیر قسمت مردم تیوی نوشته. خب حالا بذارید ما این باقای چمنارا سنگمون رو وا بکنیم، چون ایشون انسان خوبیه، آدم شریفیه، ولی دلیل نداره چون انسان خوبیه آدم شریفیه من اگر احتیاج داشتم به جراحی قلب برم سراغ ایشون، میرم یه جراح قلب خوب رو پیدا میکنم، ممکنه خیلی هم پدر سوخته باشه، تا پولش هم ندم دست به چاقو و اتاق عمل نزن، ولی جراح خوبیه. ما اینا رو اشتباه میکنیم. آقا اون که آدم خوبیه، شما حالا ولش کن، حالا یه چیزی هم گفت، حالا به جای این رستم گفت اون رستم، آقا ولش کن. خب اینقدر ولش کردیم بوگندش همه رو خفه کرد دیگه. خب بهشان بفرمایید برای اجرای قانون فلان اینها، بله جامعه را آماده کرد که شیادان و روزخانها نتوانند سر مردم را شیره بمانند، به ابلهان تاریخ نخوانده بفرمایید. ببینید دوستان همش توهین، یعنی اگه شما تاریخی رو که ایشون خونده نخونده باشی شما احمقی، شما ابلهی.
یک آیین ما ایرانی ها حتی قبل از آمدن دین های قدیمی پندار و گفتار و کردار نیک بوده است. آقا چه زمانی بوده؟ همون زمانی که شما فکر میکنید زمان زرتشت پندار نیک گفتار نیک کردار نیک بوده؟ نبوده. اگه بوده که دیگه نمیگن هست. همه راجع به چیزایی صحبت میکنن که وجود نداره. خدایا آقا را به بهشت بفرست. اگه الان تو بهشت بود و میدونست تو بهشته که دیگه نمیگه منو بفرست بهشت، فکر کنه الان تو جهنمه. بعد میره اینا آقا اصلا بهشتی هم نیست. آقا این نیکی کی بوده؟ زمان زرتشت بوده؟ برید بخونید تاریخ همون زمان زرتشت رو برای ما ببینید چه به سر هم دیگه می آوردن. این معبدان زرتشتی چه چوبی تو آسین مردم میکردن. خب وقتی هم میگیم بیایم با هم مناظره کنیم، مناظره هم بلد نیستید شما. شما میای میگی رضا خان، من میگم رضا خان، میگی نه آقا ولش کن. شما میای میگی نمیدونم جنبش مردمی، میگم آقا این جنبش مردمی، یه روز میگه چراغ خاموش کنی، یه روز میگه چراغ روشن کنی، یه روز میگه پول خورداتون از دولت بگیرین ورشکست کنی. میگم احمقا، ما که ایران بودیم بچه بودیم میرفتیم یه چیزی میخریدیم 4000 اگ بود یک قرونشو آدامس بهمون میدادن. از همون قدیم تو ایران پول خورد وجود نداشت. ولی چند روز پیش من رفتم اینجا، اتفاق نشونتون دادم، دو تا اسلحه داده بودم به این پان شاپ امانت فروشی، 500 دلار که من داد ازش پرسید، گفتم اولا پول بزرگ بده، 20 دلاری یا 10 دلاری اینا نمیخوام، کیفمون پر میشه. بعد گفتم من تعجب میکنم چرا 500 دلاری و 1000 دلاری تو آمریکا چاپ نمیشه. گفت اتفاقا میخوان همین 100 دلاری رو بردارن، چون هر چی پول بزرگتر باشه قاچاقچیا و اونایی که سوء استفاده و لاندری میکنن، پولشویی میکنن، اونها براشون آسان‌تر میشه و مردم عادی که مشکلی ندارن با پول کوچیک. دیدم راست میگه. آقا شما که رفتی دنبال جنبش مردمی، گفته نمیدونم شیر آبتو باز کن، توالت که میری سه بار سیفون بزن که چاه آب جمهوری اسلامی خشک بشه، یکی بهش بگه آقا پدر سوخته من مهندس برقم، شما اگه همه چیای خونت رو روشن کنی که تیر چراغ برق آتیش نمیگیره، اول فیوز خونت آتیش میگیره، تازه اگه تو بیای فیوزت هم سیم ببندی کلوف کنی میره کنترلت آتیش میگیره، کنترلت هم آتیش نگیره کیبلت به اون اصلی آتیش میگیره، بعد میره تازه اونجا فیوز هست، فیوزای به این گندگی که اگه دوست داشتید میتونید ایجوری کنید، فیوز به این گندگی سر چراغا نگاه کنید، وقتی رعد و برق و صاعقه میاد اونا رو میزنه، اونا منفجر میشه، اینا هم فیوزن. خب یه احمقی میاد اینو میگه، یه آدم عقب افتاده تیمور لنگ، این سعید بهبانی معتاد، اونم هی تو برنامه میاد میگه آره این مهندس برق اون اومده گفته چراغاتونو بزنید به برق، اتوهاتونو روشن کنید، فنالم روشن کنید. خب شما میری میگی اینا درست میگن. خب اینجاست که اختلاف میاد، اینجاست که شما دوتا حرف درست هم اگه بزنی ول میشه. خب برگردیم باز به این، ببینیم این دوستمون چی نوشته. من اصلا بحث کردم و اشاره به کهن پرستی ایشان نمودم، به من توهین و مرا عربزاده و تازی و زنازاده کرد. البته ایشون بسیار بی سواد و خالی هستند. درود بر شرفت که حرف دل مرا میزنی سید یوسف، یا سید یوسفی، سید یوسفی، آن یوسفی گفتم درست؟ بله. این فامیل یوسفی های اینجا هست یا نیستید؟ ماشاءالله اینقدر دکتر تو فامیلشون هست که نگو و نپرس، امیدوارم همشون موفق باشن. بله. خب دو، فرمان کوروش اولین سند قانون اساسی. دوستان ما روز گفتیم این فرمان کوروش، این یه تیکه گلی که یکی میاد میگه این میخه میبینی از این وریه، این یعنی فامیل سربی دوست کوروش بوده، اون یکی میگه نه بابا این میخه میبینی، این طرف از دستش افتاده، اینم گل بوده نشسته توش. حالا با حرف میخی و سیخی و نمیدونم جگرکی برای ما یه ستونه، یه گل انقدی گذاشتن که این گلم اصلا پیداش نبوده. تا چند سال پیش انگلیسی ها آمدن گفتن آقا اینها بفرما، اینها شما از ما خیلی جلوترین، خبر ندارین، حالا بیان برین جلو، چون اون جلو مین گذاشتن میخواد منفجر بشه، ما احتیاج داریم به یه سری اولاق، بیان بر. اینم هی چرخوندن، طرف رفته اینجوری با اصلا کالیفرنیا عکس نگاه میکنه به یه تیکه گل انقدی، این کوروش منشورش. حالا من به شما از آقای چمن آرا خواستیم، ایشونم لطف کرد اینو برای ما فرستاد، ببینیم کوروش و منشورش چی نوشته. دوست خدایا ممنونم از این دوستان که خودشون به دست خودشون
به پای خودشون توی کیس آقای چمنارا به پول خودشونم میان به ما لطف میکنن و نشون میدن این چیزا. این اصل نامه‌ای که آقای چمنارا برای من فرستاده، من برای که شما بتونید بخونید اینجوری بزرگ بهتون نشون میدم که با هم از این بالا بخونیم بریم پایین. ببینید اینجا تا مردوک خدای بزرگ، بعد دوباره از مردوک بهتون نشون میدم. منم کوروش شاه جهان. میگم آقا این آقا شاه جهان نبوده. میگه خب آقای سوربی شما اگه بخوای یه جای خودتو معرفی کنی میگی منم میگم آقا من که نمیام دروغ بگم. من اگه گفتم من سوربی هستم هنرپیشه فیلم بر باد رفته، همه میگن آقا این مردک دیوونه است، فلان هنرپیشه فیلم بر باد رفته و نمیدونم کازابلانکا و فلان، اون آقای فلان بود. منم کوروش شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشه جهان، پسر کمبوجی شاه بزرگ، نوه کوروش شاه بزرگ، نبیره چیشپیش شاه بزرگ. دوستان سه خط به فارسی رسیدیم به جیشپیش و جیشپیش که این کی بوده. فکر میکرده جهان چهار تا گوشه داره، یعنی زمین صافه و چهار تا گوشه. من شاه جهانم، شاه بزرگ. بزرگ به نسبت کی؟ به نسبت کدوم پادشاه؟ به نسبت بابات، به نسبت پادشاه اون کشور دیگه فلان اینا. میگم آقا این از اولش وقتی غلطه، شما که نمیتونی به یک سند غلط مستند کنی، استناد کنی بگی درسته. حالا ببین، آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. آقا گور پدر آدم دروغگو. برید ببینید سر کوروش رو چجوری بریدن، انداختن توی تشتی، گفتن بیا تو که خونخوار بودی و زدی اینقدر آدم کشتی، حالا توی خون بخور تا سیر بشی. حالا تازه این لوح نمیدونم حقوق بشر تا نصفه که داریم میخونیم همش دروغه. ببخشید من اینو اشتباهی به شما نشون دادم، این باید باشه. بله ایشون رفته اونجا، مردمم با ساز و نغاره اومدن جلوش و در بارگاه پادشاه بابل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. یعنی ایشون به خدای مردوک باور داره یا چون گول مردم زده گفته من به خدای شما باور دارم مردم قبولش کردن، که هیچ کدومش نبوده، درست نبوده اصلا، با خونریزی و جنگ و فلان و اینها. حالا ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد، نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه مقدسش قلب مرا تکان داد. من برای صلح کوشیدم، من بردهداری را برانداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. مردوک خدای بزرگ از کردار من خوشنود شد. نگاه کنید دوستان، مگه تو به مردوک قبول داری؟ اگه قبول نداری، کسی که بهش قبول نداری او ازش خوشنود شد. او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت، ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام و بلندش را ستودیم. بذار قسمت پایین ترش هم بهتون نشون بده، هرچی میریم پایین تر جالب میشه، جالب تر میشه. حالا جالب تر از همه اینه که این آقایون تو آمریکا و اروپا نشستن، میگن ما این تخته گل، این استوانه گلی که اصلا معلوم نیست چی روش نوشته، تازه وقتی هم ادعا میکنن بفرمان این نوشته، این نوشته از سر تا پا غلطه، میگن ما این نیاکان رو میخوایم به دست بیاریم. آقا اگه این آقای کوروش سول دوست و فلان بوده، چرا بلند بشه بره یک کشور دیگه؟ به تو چه که تو اون کشور چی میگذره؟ مگه اخوندها که الان میرن سوریه ما نمیگیم چرا میرین؟ مگه شاه که رفت زفار و زفار نگفتیم چرا رفتی؟ مگه آمریکا که میره کشورهای دیگه ما نمیگیم چرا رفتی؟
بشین مردم خودت رو موفق کن، بشین کشور خودت رو بساز. خب البته که فردا هم حتما یه لوح گلی آمریکا میذاره جلو آقای چمنارا، میگه و ما رفتیم به عراق دموکراسی را وارد کردیم و به افغانستان رفتیم و چه خوشی ها که به آنها دادیم، در شب عروسی به جای یک بره 170 تاشون رو منفجر کردیم. بعد یه دم میگن بله بله ما میخوام به نیاکان خودمون آمریکایی که جورج بوش میگه برسیم. آقا این نیست. پس گذشته گذشته در گذشت، اصلا تقریبا طرف در گذشت یعنی در گذشته زندگی میکرد، الان دیگه نیست. آقای چمنارا امروز اینجا هستی، امروز شما توی شهر آمریکا هستی، منم توی شهر آمریکا. برنامه‌تون چیه؟ شما اگه به مردم گفتی من میخوام هویت از دست رفتمون، طرف میگه آقا هویت کرمانشاهی خودت رو میخوای، هویت سربی شیرازی رو میخوای، هویت تهرونی منو میخوای. تهرونی بیچاره که میگه من دو نسل برم عقب، اصلا نمیدونم بابام از کجا اومده. کدومشه؟ اگه قبول کنید که این دفعه یک استوانه من دارم تایم رو میچرخونه، اولا اینها دیگه اینجا دارم، با تایم با هم صحبت کنید. این دفعه لازم نیست پول بدید، مهمون من باشید، با تایم صحبت کنیم. تایمر یعنی اینجوری میگیریم، این تایم میزنه میشموره، 2 دقیقه شما صحبت میکنی، 2 دقیقه من صحبت میکنم و من چون صاحب خانه هستم من 2 دقیقه صحبت میکنم، شما 3 دقیقه. اگر این انصاف رو شما تونستی در برخورد با اونایی که مخالفی رعایت کنی، من اینجا هستم، صابخونه هستم، من 2 دقیقه صحبت میکنم، شما 3 دقیقه. ولی هی برید دوستان این برنامه جمعه رو ببینید، نظرتون رو بگید، لامصب بنویسید، پتیک فرستاد برای آقای چمنارا فرستادم، دوستمون از خلیج فارس فرستاد برای آقای چمنارا فرستادم، یکی یکی هم فوشاشون خوردن. ابلهن نادانن، چون تاریخ رو مثل آقای چمنارا همینجوری الکی نمیخوان قبول کنن. اگه کوروش گفت من شاه جهانم، میگن هی 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 وایسا یابو ورد داشته، کجا شاه جهانی؟ دوستان در زمان کوروش 2500 سال پیش چه کشورهایی بوده، چه پادشاهایی بوده؟ چین نبوده، این مایا مکزیک و نمیدونم اینها نبودن، این چی میگم یونان نبوده، اروپایی وجود نداشته که این آقای کم سواد بی سواد میگه من شاه جهانم. خب همین جوری میان جلو، بعد میرسیم به رضا به محمد رضا شاه، میگه کوروش شاه بزرگ، منم شاه شاهان به تو میگم بخوام. مردی که خبر نداشت تو خونه‌ش زنش با دوست پسرش میخوابید، از اتاق میکردنش بیرون. نذارید بابا دهن ما رو باز نکنید دیگه، ما قرار ساعت 3 مهمون داشته باشیم، بذارید خوشبو باشیم. در اصل آقای چمنارا اینجوری رسم نوشتن، اینجوری رسم پرخاش به این و اون نیست. ای کاش خمینی هم مثل شماها بود، بیاد یکی به من بگه خمینی قبل از اینکه پیروز بشه به یک کسی اینجوری پریده، به یک همه با هم من یک طلبه ایم میرم اونجا، من اصلا نمیخوام حکومت کنم، با آخوندام میگم حکومت نکنی. ولی شما نگاه کنید این آقای رضا بی کفایت تا رفت از شورای ملی نمیدونم مقاومت شورای ملی سلطنت چیه اصلا، 10 نفر حاضر شدن جاشو بگیرن. میگم آقا این چه کار کرده که شما میخوای جاشو بگیری؟ میگه خب همون چون هیچ کاری لازم نیست ما میخوایم جاش باشی، و الا قرار بود کاری بکنیم که قربونه برم من پیرمردم. او یکی علی ترابی حتما میگه آقا من مسخره کردم، برای چی میخوای آقا علی ترابی شما رئیس شورای چیه اصلا؟ شورای ملیه؟ چند تا شورای ملی داریم؟ چند تا شورای مقاومت ملی مردمی داریم؟ و یکیش بهش بگه آقا چند نفر عضو داری؟ میگه اینها محرمانه است. بهتون گفتم یه آقای بود عقب افتاده فردوسی از کانادا میومد و این میگفت که من یه طرحی دارم برای براندازی، و میگفت توی این کیفه، ولی از طریق تلویزیون نمیتونم بگم. من همون موقع یاد این رضا پهلوی افتادم که سال 2001 یا 2002 با آقای احمد رضا بهارلو که میگه من ژورنالیستم و نیستی، آقا اگه بودی دنبالش رو میگرفتی، میگفتی آقا شما اون موقع گفتی من یه طرحی دارم تو 2-3 ماه آینده اجرا میشه، الان از طریق آنتن نمیتونم بگم. چرا دروغ گفتی؟
ولی نه دیگه، حالا اگه اینجوری گفتم بعد مهمونی که گرفت مامانش منو راه نمیده فلان و بیسار. همون موقعی که این فردوسی تو تلویزیون E2 این غلطا رو میکرد، بعد خودش هم اینجوری میگفت. ببینید احمقن دیگه، میگفت که حالا اگه کسی واقعا وطن پرسته و میخواد که با ما باشه زنگ بزنه دعوت کنه، یه جای قرار میذاریم، من طرحمو بهتون میگم. نگاه کنید دوستان، فرض که من و شما مأمور خمینی بودیم، خب زنگ میزنیم سلام احوال پرسی، این همون جایی که به اون خانم گفتم از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به توی داره. آقا من چقدر اصلا فریفته شما شدم، شیفته شما شدم، من جانم به قربان شاه و فلان، میخوام این طرح شما رو ببینم، ضمناً ناگفته نماند من یه 2000 دلاری هم میخوام بهتون بدم. خب 2000 دلار میده، این طرح میذاره جلوش. اولا این سالویشن آرمی رو میگفت سالواسیون آرمی، ما میخوام سالواسیون آرمی باز کنیم. شما برید این کلمه سالویشن و اینا رو دنبال کنید، بعد ببینید سالویشن آرمی یعنی چی. یه جایی که شما لباس کهنه، تخت کهنه که داری دیگه نمیخوای، یا پدر بزرگت مرده، میری میریزی اونجا، یه نفر دیگه میاد این سالویج میشه، دوباره برمیگرده ازش استفاده میکنه. این میگه ما میخوام سالواسیون آرمی باز. برید بزنید اینا، ویدیوهاش هست، من شاید با امید تماس بگیرم بگم ویدیوهای اینو، حتی بهکام هم فکر کنم داشته باشه، ویدیوهای اینا رو بذارید تا ببینید چه آدمایی اومدن رفتن. و امروز اگه آقای فرهمند کلایه میاد با آقای عزیزان میرن تو کنگره، همون 10 نفری که بودن، 10 نفر، بگید چند نفر بهتون پیوستن؟ اصلا طرح شما جای پیوستن نداشت، طرحی نبود، برنامه‌ای نبود. بریم یه عکسی بگیریم بزنیم تو آفیسم، تا دلت بخواد من اینجا عکس دارم. البته من افتخار میکنم چون این عکس ها من پول گرفتم، پول گرفتم رفتم اونجا، اونا میرن پول میدن میرن اونجا خرج میکنن. بهتون گفتم یه جایی مثلا من با جورج بوش عکس گرفتم، نفری 18000 دلار باید میدادی تا میمدی تو اون اتاقی که من با جورج بوش بودم. جورج بوش هم جوک گفت و خندید و فلان اینا، ولی من اون شب حقوقم گرفتم، پولم گرفتم، چون داشتم برای یکی کار میکردم، فیلم و عکس و اینها. آقای چمنارا دوست عزیز، نمیدونم امروز وقت داری برنامه رو ببینی یا نه، یا اگه فرستادم برات میخوای فست فوروارد کنی. بذار من این فست فوروارد و اینا رو بهتون یکم نشون بدم دوستان، اگه شما تا امروز وارد نبودید و حالا میبینید حداقل اینو یاد بگیریم. بله، روزگار غریبی است نازنین. و اما ببینیم اینجا، این من صداشو میبندم براتون، فقط این قسمت رو نشون میدم، دوربرش هم بازتر که شما بتونید ببینید. اگر شما روی یوتیوب بودید آقای چمنارا و خواستید یه چیزی رو با سرعت کمتر، یه کلمه ای رو میگن متوجه نمیشید، یا یه نفر مثل آقای فاضلی حرف میزنه، یه دفعه به این مرحوم فاضلی تماس گرفتم، گفتم آقای فاضلی من یه پیشنهادی دارم، شما که این میگین 10 دلار 10 دلار مردم بدن، راستی دوستان حمایت کنید یادتون نه سوربی رو تلویزیون مردم، من یه پیشنهاد دارم که شما میتونی نصف پول ماهواره رو به اصطلاح بگیری. گفت چطور؟ گفتم شما چند میدی؟ گفت ما موقع تلویزیون آزادی بود، چی بود نمیدونم، با مردی که دوز بود توی انگلستان پول قلابی چاپ کرده بودن شریک بود. گفتم که من برنامه شما رو نگاه میکنم، شما یه حرفی که میزنی، یه دقیقه که حرف میزنی، بعد میرسه به اونجا که به مردم توهین میکنی که نفهمید و بیشعورید و غیرت نداشتید، چهار رو از دست دادید، بعد 1-30 ثانیه‌ای همینجوری نگاهی تو دوربین میکنی، یا این که تو مغزت حالا داری فکر میکنی که بعدش چی بگم، چون همه تون بدون کاغذ میاد، اینقدر کاغذ نمیاریم با خودتون که، یا این که روشت اینجوریه. و شما مایی چند میدی؟ گفت 36000 دلار. گفتم به نظر من شما تماس بگی با اون شرکت، بگو آقا شما پول ایر تایم میگیری درسته؟ بگو من نصفش هوا نیست اینجا، حرف نمیزنم، اون نصف رو به ما تخفیف بدی. بعد فوش داد، شروع کرد فوش دادن. خب سوال به امروز از بس خندیدم کف اتاق قلط زدم، حالا تا سب که تازه مهمونمون ساعت 3 بیاد فکر کنم خنده ها اونجا شروع میشه. این علی ترابی دوست عزیز ما در برنامه قبلی وقتی اون خواهر مصطفی بهشتی ازش پرسیدم اگر الان میتونستی با داداشت صحبت کنی
چی میگفتی یه دفعه زد زیر گریه. خود منم اینجا متاثر شدم. علی هم برای من نوشت که من گریم گرفت. بله، باید بعض وقتا بخندیم، باید بعض وقتا گریه کنیم، ولی یادمون باشه گاهی وقتا خنده تلخ من و تو از گریه غم انگیزتر است. کارمون از گریه گذشته است، از آن میخندم یا به آن میخندم. برگردیم درس امروز، یوتیوب. اگر ویدیوی از یوتیوب میبینید تند حرف میزنه طرف، میخواین آهستش کنید، یواش مثل وافوریا حرف میزنه میخواین تندش کنید، این موش مبارکتون رو بیارید اینجا، این چرخ دنده میبینید تا میارید مینوسه سیتینگ یعنی تنظیمات. ببینید سیت کردن یعنی تنظیم کردن، سیتینگ یعنی تنظیمات. اوکی؟ خب اینو کلیک کنید، روش که کلیک میکنید، هم وقتی میگیم کلیک منظورون همون کلیک لفتیه که همیشه میکنید، مگر اینکه بگیم رایت کلیک. روی این که کلیک میکنید، اولا این آتو پلی اونیه که این ویدیو که تموم شد ویدیوی بعدی شروع میشه. به نظر من چیز مزخرفیه همینجوری. البته برای مهمونی اگه دارین رقصی مخصی میخواین بذارین، خب همینجوری تلویزیون نشون میده، یا نمیدونم، بالاخره خودتون استفاده کنید. این انوتیشن، اینها، این چیزایی که روش مینویسن فلان، اینا ما کاری نداریم، ولی اینجا نگاه کنید نوشته سپید، سرعت. ما ایرانی ها هم با افتخار میگیم اسپید، نوشته نورمال. این یعنی من توی 30 ثانیه مثلا 30 تا کلمه گفتم، میشه توی 1 دقیقه 60. بله، اینم توی 30 ثانیه 30 تا کلمه پخش میکنه، نورمال، معمولی. حالا نگاه کنید، روی این کلیک کنید، مینویسه حالا اسپید نورمال. اگه رفتی پایین مثل اینایی که مستن صحبت میکنی، ببینی 1.25، 1.5. اگه رفتی بالا فست میشه، اوکی؟ اسپیدت زیاد میشه، فست میشه، کم میشه. اینا را امتحان کنید. شما به نظر من آقای چمنارا اینجوری برنامه رو نگاه کن، یعنی با سرعت فست، ولی نه فست فوروارد. فست فوروارد یعنی جهیدم، یعنی مثل خرگوش هی پریدم. خرگوش دیدین دوتا پای عقبش اینجوریه، میذاره میپره، من لاک پشتم، یواش 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 میرم. وقتی چیز هستم با سرعت خرگوش میتونی بری، ولی به شرطی که نپری، همین لاک پشته بدوه. شما میتونی بدوی گوش بدی، اون وقت برنامهات بهتر میشه، غلط اینجوری نمیشه. علی ترابی میگه ای کاش اقلا اینجا علف بود تا توش غلط میزدم. آقا بیا ویرجینیا، از وسط سنگ سبزی میاد بیرون، جلل خاله. خب حالا بیام یه چیز دیگه بهتون نشون بدیم، درس امروز تموم، بریم سراغ مهمان عزیزمون. ما یک ویدیویی داریم اینجا به شما نشون میدیم، بیا این سوربی با مردم و خداییش. بعد از برنامه ببینید که تو این چند سال از تلویزیون مردم چه چیزایی یاد گرفتید، از تلویزیونای دیگه چه چیزایی یاد گرفتید، اون وقت اگه دوست داشتید برنامه ما رو حمایت کنید. من خودم از این آقای سعید یه چیزایی یاد گرفتم، هر وقت اشکالی داشتم سوال کردم، وقت گذاشته کمک کرده، بارها ازش تشکر کردم. امروزم خیلی خوشحالم که این فرصت پیش آمد تا ازش باز تشکر کنم. دوستان اگه ویدیویی رو کامپیوترتونه وقتی بازش میکنید با ویندوز میدیا پلیر که تو کامپیوتر همه هست با این شکل شمایل میبینید باز میشه، اگر اینو میخواین تندتر ببرید یا میخواین آهسته تر یک کلمه ای رو گفتن میخواین، بیاین ماوستون رو بیارید روی این، کلیک کنید وای میسه پاز. اینجا هست که رایت کلیک کنید، ببینید، بیارم بالاتر تو ببینید شما این نوشته ها رو. یک لحظه سلیکت ایریا اینجا باشه، بفهم. میبینید دوباره کمرای دو، بله این داره پخش میشه، یه چیزی میاد میچرخه اینها، من میبینم این آقای فاضلیه یواش حرف میزنه، میام روی این. اونجا یادتونه فقط کلیک میکردیم توی یوتیوب، روی ویندوز میدیا پلیر رایت کلیک میکنیم، بعد مینویسه سلو پلی بک، نورمال پلی بک، فست پلی بک. دیگه اینجا اون گزینه‌های مختلف رو نداره.
ولی خیلی خوبه، همون اسلوش کار میکنه، همون فستش کار میکنه، سه تا سرعت بهتون میده. ببخشید اینایی که اینجا یک کمی نژاد پرست هستن و اینها، حالا ما نمیگیم برای چه نژادی، میگن اینها فقط دو تا سرعت دارن، یکی آهسته یکی آهسته تر، مسخرهشون میکنن. خب صدای سعید رو هم در آوردم. خدا رو کولت سوربی، تا الان داشتم برنامه یک ساعت پیش را میدیدم، فکر میکردم برنامه زنده است. خب این خیلی خوبه، نشون میده وقتی هم من مردم شما میای برنامه منو نگاه میکنی بازم فکر میکنی برنامه زنده است. این داشته برنامه کانون آوا رو نگاه میکرده. در صورت چه به موقع اومدی، همون موقعی که من تشکر کردم مثل که بعد شما اینجا پیدا شدی. خب دوستان عزیز، ساعت 2:58 اجازه بدید ما یک کم هم زودتر بریم سراغمون، بنویسم سراغ این دوستمون، بنویسم حاضر هستید. و دوستان هر کی میاد مهمون برنامه ما میشه این حق رو داره که من اگه ازش یه سوالی کردم بگه من الان نمیخوام تو این شرایط یا امروز موقعیت هرچی در این مورد صحبت کنم. این حق مهمانان برنامه هست. البته یادتون باشه وقتی یه نفر اینو میگه فوری بیننده تو مغزش این میاد که این چه ریگی به کفشش بود که امروز نمیخواست در این باره صحبت کنه. و ولی با همه اینا این قانون ما هست و ما هم بهش اجرا میکنیم. حالا جالبه آقای چمنارا هی از قانون مطبوعات صحبت میکرد. آقا جون نه شما قانون مطبوعات میدونی، نه من میدونم، نه ما اجرا میکنیم. در صورت بازم آقای چمنارا ای خاصی یه روز این دفعه دیگه به شرط تایمر، ببین از اون موقع که زدیم 15 دقیقه خورده، اینجوری استاپش میکنی دوباره میگیریش صفر میشه، اصلا یاد میگیرم. بله تایمرم رو چیز نشون میدیم، چون یه دفعه یادمه این آقای مهجور با عزیزان، یه دفعه آقای مصطفی زاده با آقای حسن اجلالی، در هر صورت وقتی مناظره میکنه آدم خودش متوجه نیست خودش چند دقیقه حرف میزنه طرف مقابل، همش فکر میکنه طرف مقابل زیاد صحبت کرده، طرف مقابل به اصطلاح وقت بیشتری داشته و الی آخر. ببینیم که این خدا رو کولت، خوزستانی ها میگن خدا رو کولت ولک، چقدر حرف میزنی تو، این همه حرف زدی هنوزم نرسیدیم به آخر خط. خب این دوستمونم که ما تماس میگیریم جواب نمیده و خیلی خوشحالم درست سر ساعت 3 من زنگ زدم، یه بار دیگه هم زنگ میزنم، امیدوارم که پاسخ بدن. اگر پاسخ ندن اقلن به علی ترابی این قسمت رو نشون میدم که آقا ببین اینا حتی بلد نیستن یه وقت رو نگه دارن، بلد نیستن ساعت رو نگه دارن. به خاطر همینه که هی میگن ما 32 مهر میایم ایران، 33 شهریور میایم ایران. بله اینم یه بار دیگه یه بار دیگه هم باز باشون تماس میگیریم و اگر نبودن یا پاسخ ندادن ما به اصطلاح میایم این چیزایی رو که گذاشتیم تموم کنیم. خیلی خوشحالم خانم مسیح علی نژاد بالاخره یه حرفی زده که من سالها پیش گفتم، ولی چون اونا خب بلنگوهای بزرگتری دارن و پول خرج میکنن، دیدین یه شبه یه دفعه 250,000 نفر بیا آقا. اینم سه بار این عکس رو من بگیرم برای علی آقای گل و برش بفرستم که این بدونه آقا من اینا رو بزرگ کردم، اینا مرد عمل نیستن، اینا مرد سخنن فقط. این عکس اینجا می‌نویسم علی ترابی، بعد از برنامه برات می‌فرستم علی جان، علی ترابی. همین برنامه می‌بینید که من استفاده کردم عکس گرفتم، سنیپینگ. اینا همه کامپیوترها دارن، درست مثل مغزمون داریم ازش استفاده نمی‌کنیم. اینا این آقا سعید به ما یاد داده، باور کنید به جان دوتا بچه من هر وقت اینو استفاده میکنم یادم میفته که این. ولی ما همه اینجوری هستیم. حالا من نمیخوام بگم قدانی من اینو نه شاه کرده نه فقیر کرده، ولی اون احتمالا اون آرامشی که اون به دست میاره یاد یه نفر دیگه میده.
شما فکر میکنید چند نفر از اینایی که تو رادیو تلویزیونن اینو بلدن که یوتیوب با سرعت تون، اون یکی با سرعت تون، حالا یا بلدن به شما یاد نمیدن یا اصلا بلد نیستن. من میگم آقا به این دوستمون گفتیم بابا این دوربین تو اینجوری بذار که وقتی مهمون میشینه میره سراغ مهمونا، مثلا این مهمون بود، این مهمون بود، اینم این، حالا سعید میدونه من کی میگم، بعد اینجوری میکرد که بیاد جلو دوربین. بهش گفتم آقا خب این دوربین از اینوری بذار، دوربین که نه، تلفن تو از اینوری بذار، دوتاتون مثل آدم بشینید کنار هم، بعد هی دستتو نکن تو دوربین وقتی مهمون داری. خود منم این کارو میکنم، ولی وقتی مهمون داری دستتو اینجوری میکنی، دستتو میری تو صورت این، و اینقدر موزیک با صدای بلند نذار. الان برنامهش خوب شده ولی یه مدت دیگه میبینم برنامه پخش نمیکنه. خب اینو برات میفرستم، اسکایپ هم اجازه بده خاموش کنیم. کویت کویت، چه راحت شدیم والا. ببخشید نمیخوام بگم ما شیرازی ها اینجوری هستیم، ولی دیدید که حالا این دوستمون ساعت 2:54 روی فیسبوک نوشته در خدمتم. آقا ما قرارمون تو اسکایپه، مثل که من به شما بگم ساعت 3 بعد از ظهر دروازه اصفهان میخوایم بریم پدر این آخونده رو در بیاریم، میرم اونجا میبینم شما نیستی، شما رفتی دروازه کازرون با بیل و کلنگ وایسادی میخوای پدر آخونده رو در بیاری. آقا من این ور شهرم، علی میدونه دروازه اصفهان روزی 2 بار میرفتیم میمدیم، شما رفتی دروازه کازرون، من تو اسکایپ منتظرتم. عکسشم الان برای علی میفرستم، ساعت 3:01 3:02 زنگ زدم شما نیستی، ولش کن. حالا اگر علی جان اگه اینشون پول داده بود قبلش میگفت حتما یه تستی بکنیم صدا و تصویر درست باشه. زندن شما کی زنگ میزنی؟ میگفتم 3 بعد از ظهر به وقت این، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، به وقت ما میشه. من از این آقا که میخواد بره انقلاب کنه ایران میپرسم، میگم آقا من واشنگتنم، واشنگتن هم دوتا داریم، استیت واشنگتن و این شهر واشنگتن، من ساعتم با نیویورک، شما کجا هستید؟ خب کسی که جرئت نمیکنه بگه من کجا هستم ساعتم چیه، این میخواد بره شما رو نجات بده. تازه بعدم به من گفته البته یه چیزایی رو ما الان نمیتونیم بگیم. ما گفتم شما هر چی دلت خواست به من بگو، من الان نمیتونم بگم، مردمن که قضاوت میکنن. میگن خب این چرا نمیخواد الان بگه، اینم شد انادر فردوسی، اینم شد انادر حقا، اینم شد انادر فولاد ان. فولاد ان میگه این خیلی محرمانه، من فقط به یارانم میگم. همون یاران سرش کردن تو خمره بردنش رومانی و نمیدونم ترکیه و فلان اینها. و اما بذارید بریم سراغ برنامه خودمون، من باشم و تو باشی. و گفت کی باشد و کی باشد، من باشم و می باشد، من باشم و تو باشی. هیروشیما 1، هیروشیما 2، با این همه جنایت خود را بالاترین می تصورد. تا اینجوری صحبت میکنه تصور میکنند، می تصورد. این دوستمون از خلیج فارس، شما درباره یک جنایت که هواپیمای مسافر برای ایرانی بود صحبت کردید. دیروز 2 هلیکوپتر آمریکایی در دیلرزور شرق سوریه فرود آمده، رهبران داعش و خانوادهشان را با خود بردند. این در روز روشن و در برابر چشمان 1000 شهروند اتفاق افتاد. کاکو جون همین کارا رو میکنی، این آقای چمنارا بهت میگه ابله، بهت میگه نادان. آقا سپتامبر 11 شد، ببندین، بزنید، بگیرید، برید بخونید، ببینید ویدیویی هم هست که اون کسی که 2 سال قبل هی میگفته که این القاعده، این بن لادن، شما بهش پول نمیدید، داره برامون شاخشونه میکشه و میاد میزنه، از اف بی آی میکننش بیرون و میره میشه رئیس سکیوریتی همون ساختمونایی که زدن، سالی 350,000 دلار هم میگرفته، فکر کنم اسمش جان دین هست، نه اون جان دین معروف، نه. همه فرودگاه ها رو بستن، همین جورج بوش احمق میبینی که حالا از موقعی که این ترامپ نادان اومده اون شده پروفسور، دیدید میگن مثلا فلانی الاغ پیشش پروفسوره، این جورج بوش احمق دستور داد همه جا رو بستن اینا، فکر میکنی چه کار کرد؟ همون خانواده های بن لادن و عربستان سعودی و اینها رو با هواپیمای مخصوص فراری دادن رفت. اون وقت آمدن
توی دادگاه ها چپ و راست دولت ایران و مردم ایران، دولت ایران آخوند گشنه به قول خودمون پولی نداره که، پولای مردم ایران رو اینجا فریز کردن. افراد سودجویی هم مثل آقای دکتر منوچهر گنجی آمد گفت آقا تو ایران میلیاردها دلار پول من رو بردن، اینا طبق این سند، سندم که قربونش برم درست میکردن، جعل و جعلیات دادن، پولا رو گرفتن برای بچه هاشون خونه خریدن. و دخترش هم میگه اوه سوبی من فقط یه آپارتمان خریدم، بله یه آپارتمان هم اشرف داشت شهر 9 میلیون دلار، منم یه آپارتمان داشتم 80,000 دلار، تازه اینم از برادرم خریدم، چون اگه قرار بود از مردم عادی بخرم با اون کردیت که ما اینجا نداشتیم تیپا هم بهمون نمیزدن. شما دوست عزیز میدونین، بیا حالا فیلمش هم اینجا گرفته مال هیروشیما و عربی و اینا نوشته، فعلا ولش کنیم بهتره. ولی بله آقای بهرامی از شما ممنونم، پیامتون رو گرفتم، اون چکی که اول فرستاده بودید رسید همون ماه قبل. این چکی که شما گفتید ما 3 تا ویدیو داریم نشون میدیم هنوز نرسیده، شما گفتید من نامه امروز هنوز چک نکردم، اگه اومده باشه توی این باشه بلافاصله بهتون خبر میدم، ولی چون پیام فرستادید در پیامتون گفتید که چک رسید یا نه، چک دوم به دست من هنوز نرسیده، ممکنه توی صندوق پست باشه که امروز چک نکردم، ممکنه توی پستخونه باشه که فردا شنبه هم پست میاد، میخوایم وایسم تا شنبه فردا که پست آمد بهتون بگم نرسید بعد چیز کن. و اما راجع به اون فیلمایی که ما نشون میدادیم و سرپرستی و دل خوش که همین 10 تا بکپک من بخرم، آقای پتیک عزیز وقتی تماس گرفتم به شیراز و ایران گفتیم که 20 تا اینجوری بخریم، گفتن که خب اینقدر بودجه براش میذاریم، اگرم زیاد اومد باقیشو مداد و دفتر و کفش و اینا، و خود اونا هم گفتن ما هم حالا که شما گفتین ما هم به اصطلاح یک کمکی میکنیم برای این مدرسه ها و اینا. اینجوریه، شما یه قدم جلو میذاری، شما کلیسایی ها حتما میدونید این سبدو که میارن اولی که میندازه دومی خجالت میکشه باید بیشتر بندازه، سومی بیشتر بکشه. اینه که تو تلویزیون مجاهدین هم میگه آقای فیلابی تماس گرفت گفت 2600 دلار، بعد طرف میگه آقای فیلابی 2600 دلار که بنده خدا یه کامیون قرازه داره، خب من مثلا 26,000 دلار بدم. اینجوری بازار رو گرم میکنن، گل ریزان و فلان. در هر صورت وقتی که شما راجع به بیمارستان پدرتون بیمارستان بهرامی و اینها صحبت کردید و گفتید که اولا چرا گفتید پیامتون پخش نشه، پیام به این خوبی که گفتید که آقا این بیمارستان پدرمون اینا رو ما دادیم ایران و گفتیم اینو مجانی به مردم چیز کنن به اصطلاح تبابت کنن اینها، ولی شما یه چیزی گفتید، گفتید که این بودجهشو یه سری یو ان و آمریکا و نمیدونم کشورهای دیگه میدن. ولی من یه چیز براتون بگم، من ممکنه اتفاقا یه کیس اینجوری ما داشتیم تو پنسیلوانیا، دوستامون فامیلمون هم هست، ممکنه بیام یه خونه ای رو بذارم به بچه هم بگم که وصیت من اینه که این خونه رو شما نگه دارید به عنوان موزه سربی و از هر کیم میاد و میره پول نگیرید. اینا حالا با تازه مردیم بزن تو سر خودشون که نمیزنن، خلاصه میگن باش. ولی بعد از یه سال دو سال طرف میبینه آقا این صندوقی که گذاشتیم هر کی میخواد حمایت کنه، حمایت چی میگن چی همت عالی خالی مونده، پسرمون دخترمون میشینن میگن آقا این که ما هرچی هم حقوق داریم باید بدیم این چراغای اینجا روشن باشه، بدیم خدمه و فلان، و مردم هم که همت نمی کنن. خب چطور ما تصمیم بگیریم از هر یه نفری که میان تو 10 سنت بگیریم؟ به همین خاطر هست که هیئت امنا میذارن برای همچین کارا، تصمیم میگیرن سالیانه بر اساس درآمدشون، بر اساس خرجشون و تصمیم میگیرن چه کارا بکنن. اصلا فلسفه نماینده های مجلس، فلسفه نماینده های سنا همش اینه که این چیزها رو به روز به قانون هی چه کار کنن، عوض کنن، جدید کنن. من و شما الان شرایط ایران رو نمیدونیم، نمیدونیم چرا 1800 تا بچه کوچولو احتیاج به جراحی قلب دارن. میدونید بچه دنیا میاد دریچه قلبش کوچیک، بچه دنیا میاد سرطان داره، این چیزای هورمونی اینجا هست اونجا هم هست. در صورت من بیمارستان بهرامی رو وقتی سرچ کردم
دوستان شما میتونید برید سرچ کنید، نگاه کنید. و دیدم که وبسایتی داره، دیدم تصویر و فلان و اینها و یه همچین چیزیه. البته چندین بیمارستان آمد، نمیدونم حالا همین هست که مال پدر شما بوده، پدر شما باعث و بانیش شده، نوشته بیمارستان کودکان بهرامی، بعد نوشته معرفی بیمارستان، بخش ها و کلینیک ها، راهنمای مراجعین، آموزش و پژوهش، آلبوم عکس، ارتباط با ما، مشارکت های مردمی و تور مجازی. بذارید ما این معرفی بیمارستان ببینیم تو این مینویسه کی شروعش کرده، باید اونجوری باشه دیگه. اینجا نوشته درباره بیمارستان بهرامی، ببینیم چیزی مینویسه. خدمت به جامعه در هر جایگاه ارزش من بوده و نوعی عبادت محسوب می شود، به ویژه خدمت به اطفال معصوم و التیام و آکام و رنجشان. این بیمارستان با 120 فلان 10 بخش بستری سرپایی فلان، اینها سال 1337 بعد به تأسیس تا کنون با تربیت، تا اینجا ننوشته کی، بله هیچ. اگر اینو یه آخوند یک قرون داده بود از این بالا اسمشو مینوشت 10 بارم تکرار میکرد، ولی احتمالاً این همونه. نوشته تهران خیابان دماوند قبل از میدان امام حسین، خیابان شهید کیایی قاسم آباد، بیمارستان کودکان بهرامی. ایمیل هم داره info@bahrami-hospital.com. و خب ببین اگه طرف آمده این بیمارستان رو ساخته، بی انصافا، بی وجدانا، اقلا اون خیابون رو، وقتی یکی بیمارستان جدید میسازه احتمالا اونجا خیابونی نیست، خیابون رو به نام خیابون بهرامی میسازه که هر بار گفته بشه هم مردم بدونن بیمارستان بهرامی کجاست، آقا تو خیابون بهرامی. همین که یه یادی از اونایی که کارای نیک کردن انجام دادن بشه، نه اینجوری باشه که طرف بگه آقا چه فایده، خب داداش خود من کشته شد، نوشتن کوچه شهید رحیمی، شهید رحیم سربی، بعدش عوضش کردن یکی دیگه. خب این بیناموسی شماست که خلیل سربی سال 1342 کشته میشه، قبرش اونجاست، باباش عزیز سربی دیوانه میشه، پیاده را میفته میره تهران، بعد داییش این عبدالحسین دستقیب اسم مرده رو عوض میکنه، اسم خلیل سربی رو میذاره خلیل دستقیب. کتابخونه ملی شیراز اسمش عوض میشه، میشه کتابخونه ملی دستقیب. بترسید آخوندا، خود خمینی گفته که اگر روزی این مردم برگردن ازتون چه به سرتون میارن. دیدین چجوری عکسای شاه رو لگد مال کردن، دیدین چجوری مجسمش رو میکشیدن تو خیابون، دیدین چجوری گریه میکرد میرفت. شما اگه خوشبخت باشین گریه میکنید و به پای هواپیما میرسید، اگه نه طبق توصیه آقای فاضلی یکی یکیتون به درختها آویزون میشید. بدبختا بیان یکی یکی بگید آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما فکر کردیم دولت داری کار آسونیه، مثل همین کاری که این ترامپ احمق کرده. دیروز ویدیوی ترامپ رو برید ببینید با امیر کویت، چون بچهش تقریبا مثل دادگاه بود دیگه، تو مجلس سنا داشتن اسم پرسیدن، و این احمقی که اینجوری هم مثل بچه لاتا را میره همش میگفت I don't recall، یعنی یادم نمیاد، یکی بهش میگه خب پدر سوخته، تو اگه پارسال یادت نمیاد چه اتفاقی افتاده احتمالاً مغزت اشکال داره، بیا تو ما مغزت رو درست کنی. یه چیزایی هست میکنن تو گوشت، از این گوش به اون گوش یکم مغزت سوراخ بشه. و برید قیافه ترامپ رو ببینید، مردمی که نشستن اونجا میخوان سوال کنن، این هیچ سوالا رو پوش میده به طرف امیر کویت، بعد اونا میگن آقا ما از این سوال نداریم، از تو سوال داریم. برید ببینید، فکر نکنید سربی داره اغراق میکنه، آخوندام همین کاری کردن، فکر کردن چی؟ آهنگری که کاری نداره، پهنش کنی ها بیله، گردش کنی میله. بعد دیدن نه آقا باید پای کوره وایسی، وقتی تازه اینا از کوره آوردی بیرون باید وایسی با پتک و سندون انقدر بزنی پدر فلانجا در میاد. به این روز افتادن، یه روز میگن آقا تحریم خوبه، نعمته، یه روز التماس میکنن تحریم رو بردارن، تحریم رو بر میدارن، بعد که اینجوری میشه یک احمقی مثل ترامپ میاد،
حالا به دست پا افتادن میگن که این تحریما رو که برداشتن ما رفتیم عقب، حالا تا برگردیم اونجا این سیمانا رو که ریختیم تو سوراخ خودمون بکشیم بیرون خیلی کار داره. در صورت آقای بهرامی، من پیام شما رو گرفتم، ممنونم. و اینکه آقای بهرامی میگه که ایشون و خانوادهش سرپرستی 1150 تا کودک رو در ایران یا دنیا به عهده دارن. من از شما ممنونم. من و پتیک نمیتونیم حتی سرپرستی یه بچه رو به عهده بگیریم، ولی میتونیم براش یک کفش بخریم، میتونیم براش موقع مدرسه یک کوله پشتی بخریم. دوستان شما هم این کارو بکنید. اگه به من اطمینان ندارید، خودتون تماس بگیرید با فامیلتون، کفشی، کیفی، کلاهی بخرید. و اما چرا گفتم خانم مسیحه، این معصومه علی نژاد که آمد اینجا شد مسیح، مسیح علی نژاد چرا حرفی رو که من سالهاست میزنم داره میزنه؟ دیدید اینایی که میگن مرد بر آخون ما رو را نمیده تو استادیوم، میگم پدر سوخته، تو با داداشت، تو با خواهرت از خونه اومدی سوار مینیبوس شدی آمدی اینجا، حالا که خواهرت را نمیدن میگی خب بشین اونجا من میرم. احمق تو نرو تو، این دفعه بلیت خریدی، بلیت رو پاره کن جلوشون، نرو تو، صندلی خالی باشه، دفعه دیگه بلیت نخر، تا زمانی که خواهرت رو ران میدن، تا زمانی که همسرت رو ران نمیدن نرو اونجا. اگه مردی زن داره ولی زنش رو نمیبره اونجا، خودش تنها میره، این حتما بعدش هم میخواد بره یه جای خانم بازی، عرق خوری، تریاک کشیدن با دوستاش، و این رو کرده یک حربه ای که بله خانم آخوندا تو رو ران نمیدن به استادیوم، پس من با دوستام تنها میرم. اگه زنها تو خونه بگن خب اگه تنها رفتی شبم تنها بخواب تو اتاقت، اون وقت درست میشه. مسیح علی نژاد حرفی رو که سربی چون فارسیش خوب نیست خیلی ساده گفته، و باید باز با اون خانم بگم چون سربی با فوش به مردم حرف میزنه، میگه گفت پدر سگ اگه خواهرتو راه نمیدن تو نرو، فلان فلان شده، اگه همسرتو راه نمیدن تو نرو. این خانم گفته که در جلسه بهائیانی که در فلان جا در شیکاگو جمع شدن، از آقای پرسیدم آقا من و شما میگیم و داد میزنیم و فریاد میزنیم، ولی سوال من از شما اینه، اگه اینجا در آمریکا استادیوم ورزشی همسرتو راه نده شما میری؟ گفته نه. گفتم خب پس توی آمریکا اول برادره است که داره به خواهرش ظلم میکنه، اول آقایه است که داره به همسرش ظلم میکنه، و اگر تو به برادر، تو به خواهرت ظلم میکنی، تو به همسرت ظلم میکنی، پدر سوخته چجوری توقع داری آخوند ملک کلفت بی وجدان به دخترت ترحم کنه، بهش منصف باشه؟ دروغ میگیم دیگه. حالا این دروغگویی رو شما یادتون نیست، ما تا روز 21 بهمن همه نیک گفتار، پندار نیک، کردار نیک، همچین که شب شد شد 22 همه پدر سوخته، دروغگو، مادر به خطا شدیم. او نه ببخشید تاریخ اشتباه گفتم، قبلش برگردید به 1400، الان 1396 هجریه، تا 1397 اگه برید عقب، ما عالی، جای شما خالی. همچین که شد 1396 سال پیش، پدر سوخته و اینا، چون عربا که آمدن یکی شمشیر بهمون زدن، یک کتابی هم بهمون دادن، دروغگویی، پدر سوختگی، مالیات فلان خوردن، اینا رو یادمون دادن. آقا اینجوری نیست آقای چمنارا، این درد درد ایران نیست، این درد درد الان، برو ببین کالیدا خانم شایسته الهامی نوشته بود، آمریکا 87% مردم میگه اگه داره میره سر کار یه اتفاقی براش بیفته، هفته آینده خونه‌شو، حالا هم یه هفته نه، خونه‌شو، حقوقشو، ماشینشو، اینا رو از دست میده. 87% دیلیوینگ چک، چی میگن، پی چک بک پی چک، این هفته جمعه، اون هفته جمعه، شما برو تو بانک ها ساعت 2 بعد از ظهر جمعه ببین چه خبر. همه اومدن چکاشون رو گرفتن، $200، $300، $1000، $2000 نقد کنن، برن بدهیاشون رو بدن. بهتون نشون دادم، طرف به من گفت میخوای اسلحه رو بفروشی یا پان؟ گفتم نه من میخوام بفروشم. گفت در صورت فروشگاه ما اینجوریه، دوتاش یه قیمته و هرچی که میاد اینجا ما به عنوان پان، پان شاپ، یعنی به عنوان امانت قبول میکنیم، یه مان بهت وقت میدیم. 127% اینترست میگیره از این ملت آمریکا. اون وقتی دوست من میگه اینا هیروشیما، قربونت برم ملت آمریکا بدبخت ترین ملتن،
مورد بیشترین آزار و اذیت دارن قرار میگیرن، صداشون هم در نمیاد. و اما بریم، مسعود سفیری و کوروش صحتی در ایران اینترنشنال. خدایا این وایس آف امریکا هم که مثل یک باطلاقی هست، این هم از ما ایرانی ها بگیر که تکلیفمون معلوم بشه. هر کدوم از اینا تا تو باطلاق هم دارن شنا میکنن، میگن آقا این استقره، این هم استقر دمان کوروش ها، یادتونه سر راه سعادت آباد، این اونه آب تمیز. همه همچی که میکنن بیرون میگه آقا این ستاره درخشش نمیدونم فلان شده، اون خانم فلان فلان شده، اون رئیس فلان شده. حالا بعد یکی یکی سر از این سوراخ اون سوراخ در میارن. اینو گوش کنید، مسعود سفیری و کوروش صحتی در ایران اینترنشنال. بذارید ما چون هر چیزی رو میگیم سند داریم، سندش هم حالا بهتون نشون بدیم که شما اگه گفتی آقا سند این کجاست، میگم کجا دیدی، میگی تو تلویزیون مردم، میگم تو همون ویدیو نگاه کن سندش همونجاست. و چی میگفت، ثبت با سند برابر است، یا المسنا با چی برابر است، نمیدونم یه چیزای اینجوری وقتا میگفتم. مسعود سفیری و کوروش صحتی در ایران اینترنشنال. به گزارش پایگاه خبری امروزنما، مسعود سفیری کوروش صحتی به کادر تلویزیون تازه تأسیس ایران اینترنشنال در لندن میپیوندند. اولا خود این آقایی که امروزنما رو داره، خودشون در تلویزیون وایس آف امریکا بوده و یه روزی اگر حاضر بشه بیاد به ما بگه این مخارج امروزنما و مصاحبه های ایشون رو کی میده، اینم بد نیست. و اما مسعود سفیری هفته پیش و کوروش صحتی که تا سال پیش در صدای آمریکا بودند، دست همکاری به تلویزیونی دادند که زمزمه ظهورش از بهار امسال شنیده شد. انگار که تلویزیونای ایرانی فقط آدمای ایرانی فقط یه تلویزیون ایرانی کم داشتن تا پیروز بشن. حالا بشینیم انشالله پیروز میشیم. و اما حسن دایی الاسلام که به نظر من مجاهده، ولی ایشون هم خودشو مخفی کرده بود از مجاهد بودن و فعالیت میکنه و حتی فکر کنم هنوز داداشش جز مجاهدا باشه، حسن دایی الاسلام میگه که ایران اینترنشنال با بودجه شهروند عربستان سعودی کار میکند. حالا چجوری؟ آقای صحتی نمیدونه، آقای سفیری نمیدونه، ولی حسن دایی از تو خونهشون تو آمریکا نشسته میدونه. حسن دایی الاسلام فعال سیاسی در 14 مه 2017، 24 اردیبهشت 1396، در واکنش به ایران اینترنشنال بر روی صفحه فیسبوک خود نوشت: تلویزیون ایران اینترنشنال با بودجه عادل عبدالکریم شهروند عربستان سعودی به زودی شروع به کار میکند. بنا به گزارشات خبری شرکت گلوبال میدیا سیر کلکلین که صاحب آن عبدالکریم است، امتیاز تلویزیون جدید را در اختیار دارد. علیرضا نوریزاده، تعدادی از کارمندان سابق بی بی سی، محمد منظرپور سردبیر سابق صدای آمریکا و تعدادی از اصلاح طلبان حکومتی از کارمندان شناخته شده این شبکه هستند. مگه نوریزاده تلویزیون ایران فردا و اینا رو نداشت؟ همین هی تلویزیون باز میشه هی میبنده. اینم وضع ما. اونم جنبش آقا میاد میگه من تیمسارم، میره دنبال رضا پهلوی، بعد حالا میاد جدا میشه، بعد یه خانم آرایشگری که با این مسعود امینی معتاد یه تلویزیونی داشت، حالا توی تلویزیون دیگه جیغ جیغ میکنه، این میاد میگه من معاون این ارتش بودم ولی چون این فرماندهمون از رضا پهلوی جدا شده منم جدا میشم. یعنی این الاغ نمیفهمه ارتش برای ایرانه، ارتش شاهنشاهی که نیست که بدبخت اون رحیمی بگه من به شاه قسم خوردم. خب قسمه اشتباه بوده. آخ. و اما گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی، به همین سادگی، به سرعت برق و باد، شما یه بشکن بزنی گذار انجام میشه. گفتمانی با شرکت و حضور تلاشگران دموکراسی خواه و مدافعان حقوق بشر که با هر کدومشون تک تک اگر صحبت کنی، احتمالاً همون دوستمونه که من براش نوشتم آقا من با فیسبوک چت نمی کنم، من با اسکایپ با قرار قبلی. اینجا میگن اناونس نیاین، مهمون سرزده خونه این و اون نباشید. مرد شورشو ببره همه اینا چون مجانیه.
اگه بهش میگفتن $2 بده از فیسبوک استفاده کنه. یه روزی سعید برای من نوشت که تو میدونی که ماهی $12 فیسبوک. گفتم خدا کنه ماهی $12 ازمون بگیره. اون وقت ببین ایرانیا که هر کدومشون مثل من 12 تا صفحه دارن، حاضرن 12 تاشون با هم یه صفحه باز کنن. در هر صورت وبینار، وبینار سمیناریه که چون جا نداری با طریق وب برای این دوستان نوشتم که وقت کی هست؟ همه شناخته شده، دکتر شهلا عبقری، یدی بلدی، دکتر میثاق پارسا، دکتر حسن نایب هاشم، نمیدونم فلان اینا، با آقای بهرام موشی. اینا روز تعطیلی شنبه یک شنبه معمولا یک شنبه همه یا چایشون آوردن یا آبجوشون آوردن نشستن، همه با تنبون یا با شورت، حالا بستگی در اگه پاشون اگزما گرفته لابد لخت نشستن، این میگه اون میگه، این میگه اون میگه. میگم آقا این همه سال سمینار گرفتید بستتون نبود که حالا وبینار گرفتید؟ ای کاش وبا بگیرید، ای کاش خمینی اینقدر سمینار میذاشت، ای کاش خمینی اینقدر برای کشته شدن که سال 1342 مراسم میذاشت. برید آقا خانم دنبال کارتون، دنبال زندگیتون. بله شما هم مثل من میخوان خودتون رو مشغول کنید، بیان اقلا بگید من اومدم اینجا که حرف بزنم، زرزر کنم. شما هم اگر بیکاری بشین اینجا به زرزرهای من گوش بده. اقلا این قسمت رو من خدا رو شد هم تو این دنیا هم تو اون دنیا آبرومندم. خب ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. ورود خانم ها به استادیوم گفتم. پیام همشهری، ما یه دوستی داریم همشهریمونه. عزیز من شما تو 2 دقیقه میتونی این چیزایی رو که تو 4 تا پیام 3 دقیقه گفتی بگی. داری یه کارای انجام میدی، من بهت گفتم آقا هر وقت انجام دادی اولینش نمونهشو بفرست، مثل همون نمونهی که فرستادی و ما برای دوستامون فرستادیم و انتقاد کردن، شما دلخور شدی رفتی، الان چند سال دیگه هیچ کاری نمی کنی؟ یا این بار مقاوم شدی میگی درست میگی آقا میای، یا اینکه دوباره غر میکنی میری. در صورت بفرست، چشم باهاتون هستیم. و اما اینجا نوشتم آها یک سوال، شما چرا شمنارا گفته های دوستمون از خلیج فارس درباره اون دوستمون صحبت کردم و امروز هم قرار بود با یک کسی صحبت کنیم که فکر میکنه یه جنبشی را انداخته و فکر میکنه چون چند نفر روی فیسبوک بهش به به و چه چه میکنن، حسن آبادم یک دهی هست و الی آخر. اوکی خیلی هم خوب، بسیار عالی، حتما حتما. و اما در نامه باز هم مرا سر کار گذاشتی، 1.5 ساعت پای صحبتت نشستم و فقط 4 خط از 10 خط را خواندی تا که جواب سوال آخر را ندهی. به هر حال اگر خواستی به من تلفن بزن تا زنده با هم و سرنزده صحبت کنیم. 2 پیام هم برایت گذاشتم. اجازه بدید چون من امروز از ساعت 3 وقت گذاشته بودم برای اون دوستمون که من رو اسکایپ دنبالشم، اون تو فیسبوک دنبال من میگرده، امروز رو بنده هم کمی استراحت کنم، بینندگان عزیزم کمی استراحت کنم. شما اگه دوست داشتید دوشنبه مهمان ما باشید ساعت 3 بعد از ظهر، اگه نه همون جمعه هفته آینده که میشه 15 این بار با چی میگفتن سنبه پرزور با تفنگ دمپور تشریف بیاری. ولی به 2 صورت من برنامه با شما خواهم داشت، یا اینکه شما ویدیو بفرستید من پخش کنم هر جاش دلم خواست قطع کنم صحبت کنم که بشه مناظره یا گفتگوی غیابی، یا اینکه اگر آمدید شما قبول کنید که 3 دقیقه شما صحبت کنید 2 دقیقه من صحبت کنم. همین جوری که من قلم و کاغذ اینجا با خودم دارم همیشه، شما قلم کاغذ داشته باشی و به من نگی حالا تا یادم هست اینو بگم. اگه چیزی من گفتم شما یادداشت کنید و درباره اون یادداشت صحبت کنید. از این که شما بیننده من هستید من به خودم میبالم آقای چمنارا، و از این که من تونستم شما رو 90 دقیقه نگه دارم، این نشون میده که من میتونم داستان اون شهرزاد و 1001 شب رو بگم و من به جای این برنامه باید میرفتم توی برنامه های رادیو و قصه های شب.
قصه های شب جانی دالر اینا یادتونه، میگفت میگفت همچین که میرسید پشت در، حالا شما فکر کردی این در رو باز میکنه دزد رو میگیره، میگفت و دنباله داستان فردا شب. خب ولی یه نفر که حالا من اسمشو نمیگم چون وقتی اسم بگیم اینا هی بیشتر و بیشتر، اولا کسی که اسمش اینجوریه همون بهتر که فقط ساکت باشه ببینه، ولی پیشنهاد خوبی کرده، میگه من سجست، من پیشنهاد میکنم که شما اسم تلویزیون تو به جای مردم تیوی بذار منتالی ریتاردد مردم تیوی. احمق دیوانه، من بارها گفتم دیوانه چون دیوانه ببیند خوشش آید. بیچاره تو منتالی ریتاردد هستی که نشستی خودت داری نگاه میکنی و رسیدی به جایی که آقا این دیوانه خونه است که من آوردن. شما فکر میکنی وقتی آوردن دیوانه خونه بهت گفتن میخوام بریم دیوانه خونه، گفتن میخوام بریم خونه دایی خونه خاله، تا اومدی گفتی حالا دختر خاله رو میبینم شاید میخوان برام خواستگاری کنن، هی نشستی گفتن دختر خاله چی شد، پرستاره اومد آمپولت زد گفتن این دختر خالت دیگه، تو دیوانه هستی که اومدی نشستی اینجا. حالا دو رقم دیوانه داریم، یکیش اونیه که مثل من دیوانه است میدونه خوشحاله که همچین جایی رو پیدا کرده، یکیش تو هستی که حالا تازه دوزارید افتاده که ای دادی بیداد من عجب دیوان خانه آمدم. و شما اگر جرأت کردی یک روزی با اسکات 5 دقیقه 10 دقیقه مهمون من باش، من ساکت 10 دقیقه ساکت، برای من خیلی مشکل 10 دقیقه ساکت، شما صحبت کن برای مردم، بگو یه تلویزیون چی باید باشه، چون ما ایرانی ها هنوز بلد نیستیم، ما نداشتیم، ما تلویزیون دولتی داشتیم، تلویزیون شاهی داشتیم، تلویزیون شیخی داشتیم، اون میگه شاه خوبه این میگه شیخ خوبه، دوتاشون هم دروغ میگن. شما چه نوع تلویزیونی میخوای؟ بیا بگو. بدبخت این چیه اسمت اینجوری ری ریان رایان سب نکبتی، قشنگ اسمتو بنویس فامیلتو بنویس، به خودت افتخار کن. خیلی خوش آمدید به دیوان خانه، به منتالی ریتاردد مردم تیوی. نه دیگه رازی میبینیسیم اصلا این چقدر قشنگ میشه MRTV منتالی ریتاردد تیوی. خیلی ممنون از اسمی که گذاشتی، اگه بخوام یه تلویزیون جدید باز کنم برای جنبش آزادی ایران میذارم منتالی ریتاردد، دیگه دنبالش اشتباه نوشتی اصلا جملت هم غلط، ولی در اصل ممنونم که بیننده ما هستی، ممنونم از آقای چمنارا که 2 تا پیام گذاشتن و نه دیگه شما برنامه جمعه حرفات زدی، نوشته هات هم نوشتی توی فیسبوک و باز یه تهمت دیگه ای که من زدی نوشتید امیدوارم پاکش نکنی. من ویدیوهای خودم رو توی فیسبوک بارها گفتم تصمیم گرفتم بردارم، دلیلش هم اینه که وقتی اونا اونجاست ویدیو یوتیوب میاد 200 تا 300 تا، ولی وقتی اونا نیستن میشه 700 تا 800 تا و بعد میدونی خیلی منشعب میشه، اینجا هست اینجا هست اینجا هست، همین دیگه دوستمون سعید با این همه تکنولوژی میره برنامه قبلی منو نگاه میکنه به جای برنامه جدیده. دوستان عزیز خیلی چیزای گفتنی دارم، راجع به آقای بهرامی گفتیم، پیامشو گفتیم، ادامه عکس‌ها ادامه عکس‌ها آسمان دلنیزو این براتون گفتیم، اینو گفتیم، وبینار گفتیم که امیدواریم وبا بیاد برای این سمینارا، وضعمون خیلی خرابه. این دوستمون ببینید چیه نوشته که 3 تن از برندگان جایزه صلح نوبل هر 3 قاتل، دست چپی خانم دی سان سوچی نخست وزیر برمه است. من براش نوشتم که شما عکس آقای اوباما را، این برای دوستون خانم شایسته الهامی، عکس آقای اوباما را هم فراموش نکن. اوباما هم کسی بود که جایزه صلح نوبل رو همون اولا که اصلا همه میگفتن خب این که هنوز نیامده هنوز کاری نکرده بهش دادن، و یادتونم باشه این جایزه نوبل اصلا این نوبل کی بوده، اون ماجرای بمب اتم اینا فکر کنیم یه جورای اینجوریه، در اصل اصلا از پایه و اساس خرابه، ولی همین که به این 3 تا دادن، این خانم که گند خودشو در آورد، اینم شیمون پرز دیگه، نه اینم کیه یه آدم رفته دیگه اب نداره. در هر صورت بله تا دنیا دست اینا هست، دست 1% و اون 10% رو اجیر کردن و براش کار میکنن، به اصطلاح
وضع من و شما هم همینه و ما هیچ قدرتی نداریم و تا یکی هم پیدا میشه ما خوشحال میشیم، میگیم آقا شاید این یک برنامه داشته باشه، یک کتاب به ما میده، مثل مذهبی ها میگی شما برو این کتاب رو بخون تمام هم این. دیدید بعضی ها کتاب مینیسن رمدی مادرم، یعنی نسخه چی میگن رسپی چی میشه دستور مثلا غذاهای مادرم، میگی که سرم درد میکنه، میگی یکم زردچوبه بریز تو عسل بمال رو سرت خوب میشه، میگی گوشم درد میکنه، میگی یکم عسل بریز تو زردچوبه بمال زیر گوشت خوب میشه، میگی پام درد میکنه، میگی زردچوبه رو بکوب با آب قاطی کن بذار روش خوب میشه، واقعا خوب میشه. اینا یه رمدی می نویسن فکر میکنن همه چی. اتفاقا من یک نوشته خوندم راجع به سرکه سیب و با خانمم داشتم میگفتم چه جالبه، این میگه سرکه سیب پاتو توش بشور اینجوری میشه، دندون تو شب بشور اینجوری میشه، موهاتو بشور اینجوری میشه، نمیدونم تو فلان خوراک بریز اونجوری میشه، توش حلق چپ قرقره کن. دوستان خیلی ها دیدم به خردل میگن خردل، اشتباهه. به ماهی سمن میگن ماهی سلمان، اشتباهه. به قرقره کردن میگن قرقره. بابا جون قرقره مال نخه، مال ریسمونه قرقره. من فکر کنم صدای پای نوام رو شنیدم، حالا اگه اون باشه اگه چک پوزش کثیف نباشه میگم بیاد اینجا یه سلامی هم به شما بکنه، گرچه دخترم گفته نه. خب منم به صحبت دخترم به خواستش احترام میذارم و اگه اون باشه دیگه ازتون خداحافظی میکنم میرم، ولی میخواستم اینو من برای این دوستمون بفرستم که ازش تشکر کرده باشم. علامت خنده که یک آدمی رو نشون میده مثل سعید از خنده افتاده روی زمین و برای همین دوستی شما دشمنی بنویس برای من، شما کی هستی اصلا و کدوم برنامه رو دیدی، چرا فکر میکنی آمدی منتالی ریتاردد؟ خب اگه تو میدونی اینجا منتالی ریتاردد چرا اومدی، برو اون وقت که استادان فریختگان یک شنبه آقای بهرام مشیری و این دوستان فریخته همشون هم پرها ریخته ولی رنگ میزنن یه جورای درست. خدا شما هی دشمنای ما رو زیاد کنید، خدا دشمناتون رو زیاد کن. وبینار رو گفتیم، اونو گفتیم. Yesterday I talked about it. آهان راجب آقای چمنارا گفتیم. و اما جمعه هست، بذارید برنامه رو اینجوری تموم کنیم. دیدید که تعداد اتفاقایی که میفته برای آقایون و از بین میرن، تصادف و فلان اینها، بیشتر از خانوما هست. هیچ وقت فکر کردین چرا؟ اگه فکر نکردین اینه، یا هیچ وقت از خودتون پرسیدید چرا خانوما بیشتر سنشون بیشتره؟ همیشه معمولا تو خانواده ها پدر یا هزبند میمیره، خانومه همینجوری ادامه داره. خود من پدرم 67 سالگی مرده ولی مادرم الان 82 سالشه، ماشاءالله زنده است، خیلی هم قبراقه. هر چی بهش میگیم میخوای برات پرستار خدمتکار بگیریم، میگه نه من تا موقعی که خودم آشپزی میکنم و اینها راحت ترم اینجوری. خب 10 تا عکس من بهتون نشون میدم که چرا سن خانم ها بیشتره. به 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 به، اینم نوه گلم، سلام بابا بیا اینجا، بیا اینجا. نه نمیذاره. الان دیگه میام 10 تا عکس نشون میدم و میام. بله خب خیلی هم خوب، بسیار عالی. الان آقای عباگلی رو اجازه بدید من قبل از اینکه بهتون نشون بدم اینو با تیپا و تو سری بندازم بیرون و بعد بختا همون لیاقت روسا رو داشتی که مادرتو فلان کنن. الان بابا جون الان هم لیاقت آمریکایی رو داری که دموکراسی بچسبونن تو اون چه نبرتره. بذار من الان درستش کنم. این آقای عباگلی، نورالدین عباگلی، ببین الان میام برات اینجا. این نورالدین عباگلی، ببینید دوستان، یالا اگه عکس خودش انداخته باشه شما ببینید یه پیرمردی با این قیافه میاد یه برنامه رو نگاه میکنه، به جایی که مثل آدم ایراد بگیره فوش میده. حالا تازه ایشون افغانی هم هست. آقا مگه خود افغانی ها کم چیز دارن؟ اینا تنها کاری که میکنید دوستان اینه. بذارید اینم بهتون نشون بدم، اینم درس سوم که از تیپا و توسری زدم بیشتر و بهتر کار میکنه. این کامرای 3
این آقای نورالدین عباگلی عباد آخوندی هست، من برات یک کارت کردن گلی شدی. بیا عزیزم، من شما رو با یه تیپا میزنم بیرون، بلاک رفت، انگار که اصلا وجود خارجی نداری، برو بمیر. اینم از این. کجا تلویزیونی که میگه آقا شما اگه مخالف منی بی بشین حرف بزن، شما اگه مخالف منی پیام بزن برات پخش کنم. این احمق همون روسا و نمیدونم بن لادن و اینا باید تو مملکتش باشن. نمیخوام بگم هر ملتی لیاقت همون حکومتی رو داره که بهش حکومت میکنن، ولی خداییش یه جورایی هم درسته دیگه. حالا تعارف به خودمون. اوکی، این شماره یک شو بهتون نشون بدم که نشسته این آقا در بیمارستان در قسمت اتاق انتظار. نگاه کنید که این تیر اینجا، میبینید این تیر کمانش هم دست پسرشه، تیر و کمان، تیره رو زده، شانس آورده که اینجا نبوده، چون قلب اینجاست، همه فکر میکنیم چپه ولی این میان اینجاست، این تو شونش رفته و نشسته تا تیر رو در بیارن. بریم پایین تر ببینیم چه خبره. شماره دو، این آقا به این وضع دلخراش روی نرده و اینها وایستاده و داره یه تابلوی رو میچسبونه که تابلوه نوشته اولین چیزی که بهش فکر میکنید سیفتی و ایمنی باید باشه. باید نگاه کنید، خودش از پله رفته بالا، پاشو گذاشته روی این نرده، رو اون نرده یعنی اگه بیاد پایین اولین طوری که میشه اون معاملش میاد رو اونجا، بعد از مردی میفته، بعدم با سر میفته تو پله ها، یعنی بالا و پایینش به فنا میره. و این خیلی جالبه، من اول که نگاه کردم متوجه نشدم این یه ساختمان چند طبقه است، 1 2 3 4 5 6 7 طبقه، روی قسمت بالا پشت بومش یه جای کوچولو هست. این خانواده تصمیم گرفتن از این چی بهش میگن ترامپولین از اینا خریدن آوردن گذاشتن اینجا. و اینا دوستان تا نوه خوبه، اونم اگر به قول اینا، ما میگیم خربازی، اینا میگن هورس پلی. خیلی جالبه، ما میگیم خربازی، اینا میگن اسب بازی. اگر وزنش و اینا نباشه یه سال دووم میاره، سال دوم آفتاب میخوره، بارون میخوره، خراب میشه، وقتی میپری فنرمنرش پاره میشه، میفتی پایین و اینها. این احمق برده گذاشته روی پشت بام یعنی اگر دو سه بار بپرن یکیشون از این ور بیاد پایین، با مخ میاد روی زمین. ببینید حالا کجا زمینه، ببینید. تازه اگر روی زمینم نیاد، حتی به در و دیوارم بخوره، اینو معمولا تو حیات باز میذارن. چیه دیگه، همینه که مردا زودتر میمیرن. و از همهشون احمق‌تر این آقای پلیسیه که شاتگان، اینجا به رایفل و اسلحه و اینا شاتگان هم میگن، شاتگانشو گذاشته و به عنوان سپایه دو تا پاش پاشه، سپایه شاتگانه، و برای که این ورور نره سر شاتگان رو گذاشته تو سوراخ مبارک. حالا میدونید اینا بعضی وقتا خود به خود شوت میکنن، شلیک میکنن. حالا اگه شلیک کردن ببینید چه به سر این بدبخت بیچاره میاد. و اما کلاهای ایمنی حتما یادتون باشه بپوشید در موقع کار. اینجا بهش میگن هارد هات، کلاه ایمنی تو ایران میگفتیم. و اینم به خاطر این مواش که مثل چال زنبوره و من واقعا نمیدونم اینا وقتی حمام میرن چجوری تمیز میشه. ببینید کلاه رو چون قانونه، احتمالاً یه جای کار میکنه که صدا هم زیاد، گوشی هم باید داشته باشه، ببینید کلاه رو کجاش بسته، و اگر یه چیزی بیفته روی، خب میفته از سرت پایین، ولی اگه خورد اینجا مستقیما رو سرت. این پنجمیش. ششمیش خیلی باز جالبه، نگاه کنید این آقا نردبون گذاشته و داره این درخت رو میبره، این نردبون، این درخت اینجا، این که بریده شد این نردبون میره، این آقا هم میفته پایین، احتمالاً اون چینسا هم روشن، خدا میدونه کجاشو قطع میکنه. این یکی هم که خب توی آپارتمانی هست و از پله ها اومده بالا، احتمالاً از اینجا پاشو گذاشته اینجا رفته و داره لامپ عوض میکنه. خود ما بارها این کارها رو کردیم، حالا که یه کمی خندمون میگیره، حقیقتش اینه که یاد خودمون میفته که چه کارهایی کردی. این آقا هم از این پنجره اومده بیرون، نمیدونم میخواد شیشه تمیز کنه، مرغی نشسته بوده، بله داره شیشه تمیز میکنه، اینها این ویندکسش اینجاست،
اومده اینجا یه لکه، یه لابد خانمش فرستادتش، گفته برو این لکه رو تمیز کن، میدونسته که این از اون بالا سرنگون میشه، بعدم عکسش میفرستن که چرا مردها عمرشون کمه و خانمها عمری طولانی دارن. و اما شماره نه شماره 9 یکی مونده به آخر، اینم این آقا باز اومده این شیشه رو تمیز کنه یا هر کاری نمیدونم، از این پایین دریچه رو اینجوری نگه داشته و رفته روش. این اینقدر دیگه آبروریزی که حتی صورتشو پوشوندن و این بیچاره هم سرشو از پنجره کرده بیرون. وقتی که این یخها اینجوری مثل تیغه مثل چاقو اینها رو سرش وایستده. این بود برنامه ما از اونایی که به حزب خران آمدن خوش آمدن، از اونایی که همینجوری ردگذری از اینجا رد شدن تشکر میکنم. و بذارید ببینم آقای چمنارا هم نوشتن من دیوانه دعوت شما را در روز دوشنبه ساعت 3 قبول کرده و خدمتتان میرسم. با قبول این دعوت یعنی شما پذیرفتید که به این صورت باشه، یا شما 5 دقیقه صحبت کنید، من 4 دقیقه، یا 3 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 2 دقیقه، بر اساس این. و شما و اون آقای مهجور که من میگفت تو گذاشتی عزیزان که دوستته بیشتر صحبت کنه. ممنون و متشکرم از یکایک شما دوستانی که با ما بودید. و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و اگر انتقادی ایرادی دارید بگید، انتقاداتونو بشنویم حتما، چون ایرانی هستیم یه چند تا فوش آبدار بهتون میدیم، ولی خداییش یه جورایی ما جنبه انتقاد پذیرمون زیادتر از دوستان دیگه هست. باز هم از اینکه با ما بودید و هستید ممنون و متشکرم. هر روز تعداد بیننده ها روی فیسبوک، روی یوتیوب زیادتر میشه. شما هم تلویزیون مردم رو به دوستانی که مثل خودتون فکر میکنن یا برخلاف خودتون فکر میکنن معرفی کنید. اگه مثل خودتون فکر میکنن خوشحال میشید که یه دیوانه دیگه هم مثل خودتون هست، من و اون و شما. اگر برخلاف شما فکر میکنن و شما کم میتونید بهشون آزار و اذیت کنید، کمک میکنم من به شما، ویدیوهای من آزار و اذیت حسابی بهشون انجام میده. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون دوشنبه. و یک مهمان عزیز داریم به نام آقای سهراب چمنارا. مرسی.